به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. خوش آمد میگم خدمت دوستان جدیدی که در جلسه اول دوره خرد پنج به ما پیوستند. خیر مقدم عرض می کنم خدمت شما و سلام مجدد عرض می کنم خدمت عزیزانی که در این مسیر طولانی ما رو همراهی کردند. ما سال گذشته اگر خاطرتون باشه اقتصاد کلان رو به طور کامل از دو کتاب برتر اقتصاد کلان دنیا، یعنی کتاب های آقای منکیو و کتاب بلنچارد، به طور کامل فصل به فصل و پاراگراف به پاراگراف خدمت همه عزیزان توضیح دادیم و امسال خب بنا داریم که اقتصاد خرد و انشالله به اتمام برسونیم. اقتصاد خرد، دو کتاب برتر اقتصاد خرد دنیا، کتاب های آقای پروفسور کروگمن برنده مشهور و شهیر جایزه نوبل و کتاب آقای پروفسور منکیو، دو نفر از دو باشگاه اقتصادی و کلوب اقتصادی کاملا متفاوت رو ما داریم و هر دو نظریات رو، هر دو کتاب رو خدمت شما ارائه می دهیم که تا حد زیادی در نظریات اقتصاد خرد این دو نفر که یکی تحت عنوان اقتصاددان نسبتا دولتگرای چپ شناخته میشه، یعنی آقای کروگمن، و دیگری اقتصاددان کاملا محافظه کار، یعنی آقای منکیو، ما هر دوی اینها رو انشالله خدمت شما ارائه خواهیم داد. پیشرفت بزرگی داشتیم، به فصل 14 کتاب آقای کروگمن رسیدیم و در فصل 14 ما بنا داریم که بحث شیرین انحصارات رو ادامه بدیم. این بحث مهمترین در واقع ابزاری است که در اختیار ما قرار میگیره برای تحلیل اقتصاد ایران، اقتصاد ایران بدون شناخت انحصارات و به ویژه انحصارات چند جانبه یا انحصارات دو جانبه اصلا قابل شناخت نیست. بنابراین ما بنا داریم در این جلسه انحصارات رو خدمت شما ارائه بدیم، انحصارات چند جانبه رو خدمت شما معرفی کنیم و عجیب اینجاست که از وقتی که بحث انحصارات به ویژه انحصارات چند جانبه در علم اقتصاد خرد شکل گرفت، ما در واقع مفهوم اقتصاد خرد و محتوای اقتصاد خرد کاملا دچار یک تغییر جدی کیفی شد. یعنی تا پیش از این اقتصاد خرد همین نمودارهای عرضه و تقاضا بود، ولی وقتی که ما متوجه شدیم که مهمترین در واقع مایحتاج ما برای تحلیل بازارهای انحصارات دو جانبه و چند جانبه هست، ما به ابزار دیگری تمسک جستیم که تحت عنوان گیم تیوری یا نظریه بازی ها شناخته میشه. بنابراین در این فصل ما مقدمه و پیش درآمدی رو نسبت به نظریه بازی ها مطرح خواهیم کرد. همونطور که خدمت شما عرض کردم، در کلینیک اقتصاد ما بنا داریم که در دو جنبه کاملا موازی کار خودمون رو جلو ببریم. یک سری از دروسی که تدریس خواهیم کرد، دروس مرتبط با سرمایه گذاری مالی و بانکداری خواهد بود. این یک شاخه هست که ما انشاءالله ادامه خواهیم داد و تلاش هایی که دوستان کردند بنا داریم که دو کلاس در ماه داشته باشیم به جای یک کلاس. امیدوارم که شما با دعای شما دوستان بتونم از عهده، از نظر جسمی منظورم هست، از عهدهش بر بیان که دو کلاس رو انشالله داشته باشیم و اگر این اتفاق بیفته که برای من بسیار مبارک و میمون هست، دلیلش هم این هست که در این دو سال گذشته در کلینیک اقتصاد ما 297 ساعت رو تا الان تدریس داشتیم. البته یک سری دوره های هم بوده که دوبله شده و در اختیار ما قرار گرفته و ما در وبسایت قرار دادیم. خب ما از این 290 خورده ساعت ما حدوداً یک سوم برنامه هامون رو تا حالا طی کردیم. یعنی برنامه بنده این چیزی هست، این چیزی هست که یک چیزی حدود 900 تا 1000 ساعت انشالله خدمت شما از یک طرف دروس مالی و سرمایه گذاری و بانکداری رو ارائه بدم و از سوی دیگر دروس اقتصاد و دروس مرتبط با اقتصاد رو خدمت رو ارائه بدم. دو درس در اینجا هست که مرتبط با اقتصاد هستند و کاملا اقتصادی نیستند و دروس ریاضی به حساب می آیند. یکی درس اقتصاد سنجی است که من تلاش دارم که
فرد مناسبی رو برای شما پیدا کنم که خدمت شما این درس رو ارائه بده. اگر فرد مناسب رو پیدا نکنم، خودم این درس ها رو هم به عهده خواهم گرفت و خودم ارائه خواهم داد خدمت شما. و دیگری درس نظریه بازی ها یا گیم تیوری است که بعد از دروس مهمتر ما به این دروس هم خواهیم پرداخت. دروس اصلی اقتصاد به باور بنده اقتصاد خرد و کلان هست که به باور بنده هر فردی که بالای دیپلم یا حتی در سطح دیپلم هست باید با اقتصاد خرد و کلان آشنا باشه و اگر فردی تحصیلات دانشگاهی داره به نظر من باید یک سال تمام به مقدار 6 تا 8 واحد درس اقتصاد بگذرونه، همونطور که در کشورهای پیشرفته این طور بوده و درس اقتصاد رو تقریبا تمام رشته های درسی دانشگاهی در سال اول میگذرانند. تمام رشته های مهندسی در سال اول دوره کارشناسی درس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان رو دارند، به خاطر اینکه اینها همونطور که قبلا خدمتتون عرض کرده بودم روش و نگرش تفکر مدرن رو آموزش میدهد و روش تحلیل کسب و کار رو آموزش میدهد و بسیار بنابراین برای موفقیت افراد در زندگی شخصی و زندگی حرفه‌ای بسیار بسیار اهمیت داره. و شاید من خدمت شما عرض کنم که بزرگترین تفاوتی که بین نظام آموزش عالی ایران و نظام آموزش عالی کشورهای پیشرفته هست همین مسئله تدریس اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در دوره کارشناسی است که در ایران متاسفانه تدریس نمیشه. حتی آنچه که در دانشکده های اقتصاد ما تدریس میشه نسبت به مفاهیمی که در سال اول دورهای کارشناسی همه رشته ها از جمله رشته های مهندسی در کشورهای دیگر در کشورهای پیشرفته تدریس میشه، حتی کل تدریس اقتصاد دوره کارشناسی به باور بنده به اندازه یک سال تدریس اقتصاد در کشورهای دیگر به اندازه همون یک سالی که به صورت عمومی اقتصاد تدریس میشه کل دوره اقتصاد کارشناسی در ایران به اون اندازه مطلب ندارد. پس ما اقتصاد خرد و اقتصاد کلان رو خدمت شما خواهیم بود. اگر زنده بودیم و ادامه تونستیم بدیم و توفیقی بود ما به مخصوصا دوره اقتصاد توسعه حتما خواهیم پرداخت. اقتصاد رشد و توسعه رو به امید خدا برای شما عزیزان ارائه خواهیم داد. و پس از اقتصاد رشد و توسعه حالا من باید دیگه تصمیم بگیرم که چه دوره‌هایی رو ممکنه خدمت شما ارائه بدهیم، از جمله اقتصاد انرژی، اقتصاد سلامت، اقتصاد صنعتی به خصوص که همین در واقع این فصلی که ما الان داریم خدمت شما ارائه میدیم این در واقع بخش پایه اقتصاد صنعتی هست. پس دروس اقتصاد یک شاخه هست که ما دنبال میکنیم و دروس فایننس یک شاخه دیگر هست که من بسیار مایل هستم که مجددا دروس فایننس رو آغاز کنیم و مطمئنم که خیلی میشه وضعیت نگرش تحلیل مالی رو هم در ایران با همین دروس تغییر داد. اگر از شما انتظاری داشته باشم جز این که ما رو حمایت کنید انتظار دیگری ندارم. دوستان عزیز ما تلاش وسیع داریم میکنیم با همین زحمتی که شما میکشید و ما رو شرمنده میکنید و این در واقع شهریه که پرداخت میکنید ما همش رو سعی میکنیم که هزینه کنیم، تلاش کنیم در جهت ارتقاء علم اقتصاد در ایران و در جهت ارتقاء سطح دانش اقتصاد در میان عموم. امیدوارم که شما هم خودتون رو بانی خیر بدونید و همین که در این کلاس ها شرکت میکنید امیدوارم برای شما مفید باشه و اینکه اگر شهریه هم پرداخت میکنید مطمئن باشید که جای دوری نخواهد رفت. دوستان عزیز اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه اجازه بفرمایید ما فصل 14 کتاب آقای کروگمن برنده شهیر جایزه نوبل و برنده نسبتاً چپگرا و دولتگرای جایزه نوبل رو خدمت شما ارائه بدیم. بسیار خوب، از پیشینه خودم خدمتتون عرض کنم من دکترای بانک استادیار بانکداری دانشگاه استرلی ولینگونگ بودم به مدت 10 سال، پیش از اون وی پی سیتی بانک بودم و قبل از اون 3 سال در ایران بودم. مصرف کننده بانک پارسیان رو اون زمان من مدیر گروهی بودم که تنظیم کردیم، پروژه متعددی رو اون زمان به انجام رسوندیم و از دانشگاه ویرجینیا تک دو مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد و فایننس رو دریافت کرده بودم. البته دروس دکترا رو هم در همون دانشگاه به اتمام رسونده بودم اما دکترای خودم رو در دانشگاه تربیت مدرس بعدها وقتی که در سیتی بانک
کار میکردم به اتمام رسوندم. مدرک FRM رو سال 2012 دریافت کردم، شاید اولین ایرانی بودم که FRM رو دریافت کردم و دوره هایی رو در دانشگاه شیکاگو، کمبریج، LSE و ترنتوی ایتالیا گذروندم. همین مطالبی که در این جلسه داریم خدمت شما عرض میکنیم با نگرش های استاد من در دانشگاه ترنتوی، یعنی دوستادی که در واقع پرواز کردن و تشریف آوردن به ایتالیا، دانشگاه ترنتو، آقای پروفسور استیگلیتز شباهت هایی دارد. و همونطور که عرض کردم که کتاب ما هم که الان داریم تدریس میکنیم کتاب آقای پروفسور کروگمن برنده دیگر جایزه نوبل هست. بله، کتاب آقای پال کروگمن، انحصار چند جانبه یا اولیگوپولی. ما میخوایم در مورد انحصارات چند جانبه صحبت کنیم. خب خیلی مبارک هست دوستانی که الان به کلاس پیوستند. باید بدونید که معضل اساسی اقتصاد ایران همین انحصار چند جانبه است که در عرصه های مختلف اقتصادی ما میبینیم. من از شما میخوام اسم چند تا انحصار چند صنعت رو، چون ببین اینهایی که ما داریم مطرح میکنیم در مورد شرکت مطرح نمیکنیم، در مورد صنعت مطرح میکنیم، اسم چند صنعت رو که انحصار چند جانبه هستن و ما امروز میخوام مورد بررسی قرار بدیم بفرمایید. خب همه دوستان اول خود رو، دقیقاً. دوست دیگرمون گفتن دارو، آفرین، دقیقاً. دوست دیگر خودرو، نفت. حالا نفت که اصلا دولتی و حالا یک بحث دیگری داره، خودرو، دارو. حالا از خودرو بگذریم، من اسامی دوستان رو میبینم واقعا بسیار خوشحال هستم. بله، قند و شکر، باریکالله، باریکالله. آموزش عالی، آفرین به آقای جعفری واقعا. بله، میگن که ایران بیشترین تعداد دانشگاه در دنیا رو داره، ولی نظام آموزش عالی در ایران یک نظام انحصاری است، یک نظام تبانی. ما متاسفانه همه اینها، لوازم خانگی، احسنت بر شما، خودرو، نفت، پتروشیمی، وکالت، احسنت، وکالت مقدار متفاوته، نمیدونم چی نمیشتن آقای مهدی، لاستیک، آفرین، لاستیک رو گفتم، پتروشیمی رو گفتن، احسنت، صنایع غذایی. حالا صنایع غذایی، کل صنایع غذایی متفاوته، ولی در زیربخش های صنایع غذایی به طور عمده شما انحصارات رو، حضور انحصارات و تبانی ها و تراست ها رو متاسفانه ملاحظه می فرمایید. حمل و نقل هوایی، بله، فولاد، بله، به درستی فرمودن فولاد، بسیار خوب، خیلی خوب و جامع بود. بله، شما اگر یک مقدار بیشتر تحقیق کنید، معضل اقتصاد ایران اقتصاد دولتی و خصوصی نیست. اولین معضل، اقتصاد دولتی هم قطعا مشکل زا هست در اقتصاد ایران، ولی معضل اول اقتصاد ایران این نیست که اقتصاد دولتی است. معضل اول اقتصاد ایران این نیست که اقتصاد انحصاری است. معضل اول اقتصاد این هست در ایران، این هست که ما انحصار چند جانبه داریم. ظاهری شبیه بازار رقابتی داره، در حالی که در باطن افراد دارن به هم اعتماد می کنند و این اعتمادی که همه جا مایه مباهات هست، در اقتصاد این نوع اعتمادها که تحت عنوان تراست ما میشناسیم، مایه شرمندگی است که در کشوری اجازه میدن چنین تبانی های شکل بگیره. لغت تبانی بهترین لغتی است که میتونیم در این زمینه ما به کار ببریم. خب ما در این بحث توضیح خواهیم داد که انحصار چند جانبه چیست و چرا اتفاق میفته، و بعد میریم سراغ این که چرا انحصارگرها از تبانی سود میبرن، چرا انحصارگرها به دنبال تبانی هستند، در چه شرایطی تبانی رو تشویق میکنن، چه شرایطی تبانی رو تشویق میکنه. دقیق میفرمایید، یک سری شرایط خاص اگر در اقتصاد پیش بیاد تبانی رو تشویق میکنه. در نیمه دوم کلاس یک سری اسلاید هست که یک در واقع یک سوالی رو مطرح میکنه که خیلی به نظر من مفید و جذاب و جالب هست. بی صبرانه منتظر هستم اینا رو خدمت شما عرض کنم که ببینید که چه شرایطی اگر در بازار باشه احتمال تبانی بالا میره و اگر چه شرایطی حاکم باشه احتمال تبانی کاهش پیدا میکنه. پس ببینید، این درس ها رو که من خدمت شما الان دارم ارائه میدم، انتظاری که از شما دارم این هست که لطف بفرمایید و این درس ها رو به عنوان درس هایی در نظر بگیرید که کاربردی در نظر بگیرید، یعنی فقط یک سری مفاهیم علمی رو. من واقعا خیلی متاسفم، بسیار یادم میاد در زمان دانشجویی تعداد زیادی ما دانشجویان نخبه‌ای داشتیم که وقتی میگفتیم اولیگاپولی و دوآپولی و اینا یک سری فرمول خط و اینا یک سری نمودار یادشون بود، بعضی وقتا هم در امتحانات نمره‌های خوبی می آوردن، ولی کاملا از روح تخلیه شده بود. اقتصاد در پشت نمودارها، در پشت فرمول‌ها، در پشت نظریات ریاضی، در واقع پایه اقتصاد یک سری مفاهیم
علوم انسانی هست، یک سری مفاهیمی هست که از رفتارهای انسانی حادث شده و به وجود آمده و اقتباس شده. پس اونها رو از شما حتما در نظر بگیرید، مواردی رو، یعنی ارتباط بین این مباحث و زندگی روزمره رو شما حتما باید داشته باشید و باید در نظر بگیرید. بینش های به دست آمده، اینجا اینسایت رو ما به بینش ترجمه کردیم، شهود یا بینش. بینش های به دست آمده، بینش های به دست آمده از نظریه بازی ها چگونه به ما در درک رفتار استراتژیک کمک می کند؟ پس ببینید یک سری رفتارهای بنگاه انجام می دهند. این رفتارها ما تحت عنوان رفتارهای استراتژیک در علم اقتصاد خرد اولیگاپولی می شناسیم. این رفتارهای استراتژیک، تحلیل رفتارهای استراتژیک خیلی مهمه. رفتارهایی که معمولا با برآورد واکنش طرف مقابل این رفتارها تنظیم میشه و شکل میگیره. در بازارها با توجه به ساختار مقرراتی و حقوقی که دولت و حاکمیت بر بازار حاکم میکنه، چنین رفتارهایی شکل میگیره. ما به شما برای شما توضیح خواهیم داد چرا سیاست ضد انحصار یا سیاست گذاری ضد انحصار. عزیزان من، این در واقع انتای تراست پالیسی رو اگر خواستید در فارسی ترجمه کنید، اینجا پالیسی رو سیاست ترجمه نکنید، سیاست گذاری ترجمه کنید. چرا سیاست گذاری ضد انحصار؟ سیاستی که با هدف جلوگیری از تبانی بین انحصارگرها است، یک کارکرد مهم دولت است. علی‌رغم اینکه این مسئله خیلی مهمه، در این اسلایت ها خیلی کم به این مسئله سیاست گذاری انحصارها پرداخته شده، اما با توجه به اینکه رشته بنده، یعنی در واقع یکی از رشته های تخصصی بنده، رشته که در واقع تز فوق لیسانسم رو در مؤسسه نیاوران من به طور مشخص در زمینه انحصارات نوشتم و این یکی از تخصص های ویژه بنده هست و امیدوارم که بتونم بیشتر از تجربه خودم و از پیشینه خودم خدمت شما عزیزان ارائه بدهم. یک چیزی که جایی نگفتم که حالا مایه شرمندگی بنده هست و اون زمان با نیت خیر خیلی من تلاش داشتم که ایجاد کنم. دوستان عزیز، من متاسفم اینو خدمتتون عرض کنم، اون زمان واقعا با یک عشق و علاقه ساعت‌ها ما کار می‌کردیم در مؤسسه نیاوران که پیشنویس لایحه ضد انحصار و رقابت کردن اقتصاد رو ما فراهم کنیم و خیلی زشته، خیلی مایه تأسف، مایه شرمندگی شخص بنده است که از چه بر سر این لایحه آمد، چه بر سر شورای رقابت آمد، چه بر سر این اقتصاد آمد. من وقتی که در سن شما عزیزان بودم خیلی امید داشتم برای این کشور که ما هم به یک کشور پیشرفته تبدیل بشیم. در دهه‌های فکر می‌کنم 1960 یا 1970 بوده که ترکیه قوانین ضد انحصار خودش رو تکمیل کرده. اگر شما الان می‌بینید که درآمد سرانه ترکیه دو برابر ما شده، فقط دلیلش تحریم نیست، نمیگم تحریم نقش نداشته، ولی وضعیت انحصاری و رانتی بازار ایران متاسفانه خیلی نقش داره در ضد توسعه، در صنعت زدایی، در ایجاد فقر، در از بین بردن اشتغال، متاسفانه خیلی نقش داره. امیدوارم روزی بیاد که ما بتونیم این قانون رو اصلاح کنیم، ساختارها رو اصلاح کنیم و بریم به سمت اینکه یک ساختار حقوقی به وجود بیاریم، یک ساختار حقوقی به وجود بیاریم که انشالله برای جوانان انشالله وضعیت تغییر بکنه. امیدوارم واقعا به شما، به تک تک شما عزیزان بنده امید دارم. قبل از اینکه من اسلایدها رو ادامه بدم، اجازه بدید که بریم به کتاب. صفحه اول کتاب آقای کروگمن رو با هم دیگه ببینیم. انقدر زیباست، انقدر جالبه که من نمیدونم چطور این رو توصیف کنم. اگر اجازه میفرمایید من صفحه رو شیر بکنم و بله. خب اگر دوستان میبینند، این در واقع این فصل میبینید فصل 14 آقای کتاب آقای کروگمن هست که درباره اولیگاپولی صحبت میشه. خب ببینید، regulators give Bridgestone a relief a flat tire. دوستان عزیز، این اصلا خودش با کنایه همراه است. flat tire یعنی لاستیک پنچر. میگه تنظیمگران به بریجستون یکی از بزرگترین تولید کنندگان لاستیک در دنیاست، یک لاستیک پنچر
اعطا کردند، ارائه دادند. خب منظور چیه؟ بریم جلو ببینیم منظور آقای کروکمن از این مثال و از این کیسی که زده چه بوده. بسیار جالبه. من دقیقا خواهش میکنم عزیزتون از همین ابتدا که من دارم میخونم شما به فکر اقتصاد ایران باشید، ببینید تفاوت بین اقتصاد ایران و آن چه که در کشوری مثل امریکا میگذره چه هست. With sales of over 33 billion in 2019، میگه با فروش بیش از 33 میلیارد دلار در 2019 Bridgestone is the largest tire company by sales in the United States. شرکت بریجستون بزرگترین شرکت تولید کننده لاستیک در ایالات متحده است. But only 5 years ago, it suffered a particularly humiliating turn of events courtesy of US regulators. میگه ولی 5 سال پیش همین شرکت از در واقع تعداد زیادی حوادث متعددی که اتفاق افتاد که مایه شرمندگی شد که عامل این حوادث هم تنظیمگران ایالات متحده یا دولت ایالات متحده بودن مواجه شد. یعنی 5 سال پیش شرایط کاملا متفاوت بود و واقعا با یک بحران مواجه شد، یک بحرانی که موجب سرفکندگی بریجستون بود. In 2014 در سال 2014 بریجستون، دقت کنید 2014، فکر نکنید این قوانین ضد انحصار مربوط به قرن 19 و 20 میلادیه، خیر، در همین امروز هم در شرکت‌های بزرگ امریکایی که از نظر شما سروران دنیا هستند در خود ایالات متحده نظارت‌های بسیار جدی اعمال می‌شود. In 2014 Bridgestone admitted، اقرار کرد شرکت بریجستون در 2014 اقرار کرد به چی؟ That for several years، که سال‌های متعدد it had participated، مشارکت کرده in meetings، یعنی رفته تو جلساتی شرکت کرده، میتینگز مثل گوگل میت شما، رفته تو جلسه شرکت کرده با کی؟ With competitors، با رقبایش رفته تو جلسه شرکت کرده. ببینید اگه تو ایران باشه ما به این میخندیم، ما اصلا قبیح نمیدونیم این مسائل رو. With، ببینید میگه مایه شرمندگی، مایه سرفکندگی بریستون. چرا؟ بریستون رفته سالیان سال، به ما نگفته، به مردم نگفته، رفته در جلساتی شرکت کرده. With Hitachi Automotive، با شرکت خودروسازی Hitachi and Mitsubishi Electric، و شرکت Mitsubishi Electric، با این دو شرکت در جلسه گذاشته. چرا جلسه گذاشته؟ At those meetings، در اون جلسات the companies set prices، تو اون جلسات پشت درهای بسته بدون اینکه کسی بفهمه مخصوصا مصرف کننده، اینها چه کار میکردن؟ قیمت تنظیم میکردند. اون چیزی که در ایران میگن قیمت گذاری، این قیمت رو اینا تنظیم میکردن، بخش خصوصی قیمت تنظیم میکرده. ما میگیم که ما که آمال و آرزومونه که از دولت اقتصادو بگیریم بدیم دست بخش خصوصی. عزیز من، تو آمال و آرزوت اینه که اقتصاد دولتی رو تبدیل به اقتصاد انحصاری بکنی. اقتصاد انحصاری از اقتصاد دولتی مشکلاتش بیشتر خواهد بود، نه کمتر. شما اگر میخواید به سمت، اگر میخواید پیشرفت کنید، به سمت اقتصاد بازار حرکت کنید، نه به سمت کرونی کپیتالیزم، نه به سمت سرمایه خواری رفاقتی. ببینید رفاقت رو اینجا میبینید، چیزی که در کشور ما مایه مباهاته. چند تا شرکت رفیق با هم پیدا شدن، دارن با هم دیگه نون میخورن. شما چه کار دارید که به کار اینا دخالت میکنید؟ حالا ببینید ایالات متحده چه کار میکنه. ببینید در اونجا دادگاه قوه قضایی دادگستری در ایالات متحده چه میکند. And split up the market for rubber automotive parts، برای قطعات لاستیکی ماشین ها اومدن بازار رو بین خودشون تقسیم کردن، گفتن این بخش بازار مال بریجستون، اون بخش بازار در اختیار هیتاچی قرار بگیره، بخش سوم در اختیار میتسوبیشی قرار بگیره. Behavior called price fixing، رفتاری که تحت عنوان تثبیت قیمتی شناخته میشه. پس تثبیت قیمت توسط بخش خصوصی در آمریکا عقوبت داره، گناه، خباثت، کثیفه. دقت می‌فرمایید، این اول
در مجموع 26 companies 26 شرکت تولید لاستیک اتومبیل در آمریکا pled guilty. احسنت، ببینید این حکمرانی یعنی این 26 شرکت کل صنعت لاستیک خودروی آمریکا رو رگولیتورها تنظیمگرها محکوم کردن تو پرایس فیکسینگ، به تنظیم قیمت، به قیمت سازی. پرایس فیکسینگ من بهترین لغتی که براش پیدا بکنم قیمت سازی for rubber automotive parts، برای قطعات لاستیکی خودرو. 32 people were indicted، 32 فرد محکوم شدند، محاکمه شدند. And a total of more than $2 billion in fines were assessed by the US government. 2 میلیارد دلار، دوستان کم نیست، 2 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار جریمه پرداخت کردن شرکت های لاستیک، این صنعت لاستیک. 2 میلیارد دلار، دقت می‌کنه جدی ان، با انحصار جدی مقابله میکنن. آرایشی بهداشتی نیست مقابلشون، ظاهر سازی نیست مقابلشون، جدیه. اگر اقتصاد مدرن اقتصاد مدرن شد، به خاطر همین مقابله است که صورت میگیره با انحصارات، با تراست ها، با تبانی ها. With Bridgestone and their co-conspirators were doing was illegal. What Bridgestone and their co-conspirators were doing was illegal. البته اینجا باید الان سوال میذاشته، میگه این بریجستون و همکاراش، یعنی کسانی که مشارکت کردن در این واقعه تلخ، کجاش غیر قانونی بوده؟ According to the indictment، بر اساس محکومیتی که از طرف issued by the Justice Department، از طرف وزارت دادگستری منتشر شد، their actions were undertaken to suppress and eliminate competition. یعنی اون عبارت قانونی، اون بخش قانون رو که اینها نقض کردن، تحت عنوان سرکوبی و حذف رقابت شناخته می شود. شما در کشور ما بگو که حذف رقابت غیرقانونیه، سرکوب رقابت غیرقانونیه، میگن آقا بخش خصوصی هم اجازه بدید کشور رو بین خودشون تقسیم کنن، چه اشکال داره؟ خب ببینید تفاوت ها این هاست. The effect of these actions was to raise the price of auto parts to auto manufacturers throughout the country, from General Motors to Toyota to Chrysler. خب اثر این اقداماتی که اینها انجام دادند این بوده که قیمت قطعات خودرو رو برای شرکت هایی مثل جنرال موتورز از و تویوتا و کرایسلر افزایش دادن، در سراسر کشور افزایش دادن. In this chapter we will come to understand how regulators made that determination and how Bridgestone's action hurts consumers. خب در این فصل میخوایم توضیح بدیم خدمت شما و توضیح خواهیم داد و به این آگاهی خواهیم رسید که چگونه تنظیمگران تصمیم قطعی گرفتند و چگونه رفتار بریجستون، اعمال بریجستون مصرف کنندگان رو متاسفانه در واقع آسیب رسونده، صدمه رسونده به مصرف کنندگان. The case brought against Bridgestone and its own conspirators illustrates the issues posed by oligopoly, an industry that is neither perfectly competitive nor purely monopolistic. اینجا میگه که این کیسی که ما اینجا مطرح کردیم، کیسی که بر علیه بریجستون مطرح شد و بر علیه بریجستون و شرکاش مطرح شد، شریکان جرم مطرح شد، مطالبی رو مطرح میکنه که یعنی در واقع که اولیگاپولی ها یا انحصارگران چند جانبه بر اقتصاد تحمیل میکنند، در واقع ایجاد میکنند، که در واقع در انحصار چند جانبه یعنی یک صنعت که نه کاملا رقابتیه و نه کاملا انحصاری. Oligopoly is a type of market structure in which there are only a few producers. در اولیگاپولی یا انحصار چند جانبه
تنها چند تا تولید کننده وجود داره. In the real world, oligopoly occurs much more frequently than monopoly. خب پس یادتون باشه اگر واقعا میخواید اقتصاد روز ایران یا دنیا رو تحلیل بکنید، باید بدونید که با تحلیل انحصارات به جایی نمیرسید، باید تحلیل اولیگاپولی رو بلد باشید. تحلیل اولیگاپولی احتیاج به تحلیل رفتار استراتژیک داره، تحلیل رفتار استراتژیک احتیاج به دانش گیم تیوری داره. گیم تیوری یعنی دانشی که رقبا در مقابل همدیگه، در تقابلی که با هم دیگه دارن، در اینتراکشنی که با هم دیگه دارن، یک سری تصمیمات استراتژیک میگیرن، یک سری تصمیمات بلند مدت میگیرند. پس اقتصاد مدرن خیلی بیشتر از اقتصاد رقابتی، در اقتصاد مدرن ما به دنبال تحلیل اولیگاپولی در صنایع مختلف هستیم. خب دوستان عزیز ادامه میدیم. انحصار چند جانبه بازاری است که تعداد کمی از بنگاه ها بر آن تسلط دارند. اینو خدمتتون عرض کردیم، از کتابم خوندیم. یک بنگاه در چنین صنعتی به عنوان یک انحصارگر چند جانبه شناخته می شود. اقتصاددانان وضعیتی را که در آن بنگاه ها رقابت می کنند اما در عین حال دارای قدرت بازاری هستند که ایشان را قادر می سازد بر قیمت های بازار تأثیر بگذارد، به عنوان رقابت ناکامل یا رقابت ناقص می شناسند. ما در این فصل تحت عنوان رقابت ناقص عنوان کردیم. شاید حالا تفاوتی من نمی بینم بین رقابت ناکامل و رقابت ناقص. بله، ایجاد مافیا، ما البته اینجا تحت عنوان تراست میشناسیم، ما نمیگیم مافیا، میگیم تراست. بله، ایجاد تراست دقیقا همون اولیگاپولیست. البته ببینید، وقتی ببینید در تراست از اولیگاپولی به سمت مونوپولی حرکت میشه. کارتل، بله بله، کارتل ها، بله کارتل و تراست یک دقیق میفرمایید. در وقتی که در اولیگاپولی، ببینید خیلی ممکنه، احتمالش هست که در یک صنعتی فقط دو شرکت وجود داشته باشن ولی شرایط رقابت کامل باشه. یه وقتی هم میشه که در یک صنعتی 20 تا شرکت تولید کننده هستن ولی اصلا رقابتی وجود نداره. مثلا صنعت خودرو در ایران، یک آقای عزیز، یک اقتصاددانی، استادی فرموده بودن که وا مصیبت ها، چه باید کرد، به کجا پناه ببریم که 130 خورده مجوز خودرو در کشور، مجوز تأسیس کارگاه، کارخانه خودروسازی در کشور صادر شده. اگر هم صادر شده، خب وظیفه دولته که مجوز بده. عزیز من، حالا برفرضم که ما 20 تا شرکت خودروسازی در ایران داریم، ایران خودروی خراسان داریم، ایران خودروی فلان داریم، ایران خودروی فلان داریم، سایپای مثلا فلان داریم، آیا اصلا این ایران خودرو و سایپا هم به عنوان یک دوآپولی، به عنوان یک انحصار دو جانبه آیا هستند یا نه؟ اصلا کاملا کارشون ایجاد تراسته، ایجاد کارتله. کدوم یک از اینا داره اتفاق میفته؟ بله، اقتصاددانان وضعیتی را که در آن بنگاه ها رقابت میکنند اما در عین حال دارای قدرت بازاری هستند که ایشان را، قدرت بازاری منظورمون چیه؟ قدرت بازار یا قدرت بازاری منظور این هست که شرکت ها میتوانند بر قیمت تأثیر بگذارند. این که بر قیمت بتوانند تأثیر بگذارند یعنی رقابت کامل نیست. در رقابت کامل هر بنگاه پراستیکر، دقیق میفرمایید. خب ما این رو رقابت ناکامل یا رقابت ناقص میشناسیم. پس برخی از افراد میتونن بر قیمت، شرکت ها میتونن بر قیمت تاثیر بگذارن. حالا سوال اینجاست، دو شکل رقابت ناقص وجود داره یا رقابت ناکامل وجود داره. یکی انحصار چند جانبه است و دیگری رقابت انحصاری است. انحصار چند جانبه رو در این جلسه خدمت شما ارائه خواهیم داد. رقابت انحصاری که باز اون هم خیلی بحث جالبیه، یعنی در جایی که رقابت هست ولی افراد سعی میکنند که کالاهای خودشون رو متمایز کنند، پس بنابراین برای خودشون یک فضای انحصاری خیلی کوچیک به وجود بیارن، مثل بسیاری از تولید کنندگان، مثلا تولید کنندگان شامپو، تولید کنندگان صابون، انواع و اقسام تولید کنندگان مثلا مواد شوینده. اینها سعی میکنند بگن که مثلا بو یا فلیور یا اون در واقع بوی مثلا این محصول متفاوت یا کارکردی که دارن متفاوتن، در واقع خیلی شباهت دارن به هم، ولی از این طریق میتونن بازار رو سگمنت بکنن، یعنی بازار رو شقه شقه بکنن و همین مسئله باعث میشه که
در اون بخش خاص بازار قدرت انحصاری داشته باشند. بسیار. چرا انحصارگری تا این حد شایع است؟ چرا انحصارگری تا این حد شایع است؟ انحصار چند جانبه نتیجه همان عواملی است که انحصار را ایجاد می کند، اما به شکل ضعیف‌تر. پس اگر عوامل خیلی قوی باشه، یادتونه عامل اصلی انحصار چه بود دوستان عزیز؟ خاطرتون از عامل اصلی انحصار چه بود؟ کی یادشه؟ عامل اصلی انحصار دولت به چه صورت؟ بله دولت، ولی به چه صورت؟ قیمت دستوری. خیلی هیچ کس یادش نیست دوستان، است که طول میکشه. رانت برای نزدیکان، منابع محدود، فقط خودش تولید کنه، نداشتن مزیت رقابت کردن واردات. دیگه دوستان کس دیگری هست؟ انحصار مجوز یا منابع، حذف رقابت سالم. چگونه حذف رقابت سالم؟ دخالت در اقتصاد، بازه فزاینده به مقیاس از این فرصت، مجوز، تبانی، تکنولوژی، نتورک افکت. همه رو گفتید، آفرین. مانع ورود، حالا موانع ورود معمولا باید حمایت دولت رو داشته باشن، لزوما مانع دولتی نیست، ولی خیلی بعیده که موانع ورود رو بدون حمایت دولت و حاکمیت شرکتی بتواند موانع ورود رو در واقع ایجاد کنه. پس مانع ورود مهمترین مسئله است. حالا اگر این مانع ورود خیلی قوی باشه، بازار تبدیل به بازار انحصاری میشه. اگر مانع ورود ضعیف باشه، بازار تبدیل به بازار اولیگاپولی میشه، بازار انحصار چند جانبه میشه. هنگامی که این آثار بسیار قوی باشد، منجر به انحصار میشوند. هنگامی که نسبتاً قوی هستند، منجر به انحصار چند جانبه میشوند. پس بنابراین دلیل اصلی انحصارها که مانع ورود باشه، در اینجا هم دلیل انحصار چند جانبه است، منتها قدرتش کمتر خواهد بود. بسیار خوب. اما چگونه میتونیم بازارها رو تفکیک کنیم که آیا یک بازاری رقابتیه یا یک بازار انحصاریه؟ واقعیت چیه که معیارهای مشخصی که ما برای این زمینه داریم، در زمینه مارکاپ ما باید صحبت بکنیم. دوستان کسی خاطرش از مارکاپ چی بود؟ ما در بحث اقتصاد کلان هم روی مارکاپ خیلی تاکید میکنیم، اگه خاطرتون باشه، در منحنی فیلیپس و مدل‌های نیوکینزیان در واقع تورم روی مارکاپ خیلی سود اقتصادی، حاشیه سود شرکت. این در واقع انحصار اونجا نمود پیدا میکنه، در حاشیه سود شرکت. حالا شرکت که میخواد انحصار به وجود بیاره، ممکنه سالیان سال اصلا حاشیه سود نداشته باشه. من مثالی زدم در دوره های پیشین، اگه کسی خاطرت هست بفرمایید کدوم شرکت بوده که سالیان سال حاشیه سودش صفر بوده و از این طریق توانسته با قدرت کامل یک انحصار، نسبتاً انحصار چند جانبه رو در بازار مثلا امریکا شکل بده. میشناسید کدوم شرکت بود؟ شاید حدود 20 سال حاشیه صفر بود، یعنی سودآوری اصلا نداشت، حاشیه سودش صفر بود. تویوتا هم از یک جهاتی به این صورت بوده. بله آقای که خواهد درست میفرمایید، ولی من منظورم شرکت دیگری است. نه جی ام سی نیست. بله اپل نیست. نه نفتی بود. خیر گفته بودم یه بار، فکر کنم تا اونجا خاطرم هست، یه بار سرکلمت گفته بودم. ای او ال. خیر ای او ال هم نزدیک شد. اصلا ما کیس استادی در مورد ای او ال داریم. خیلی ها که مثلا میخوان اقتصاد کاربردی بخونن یا در بزنس اسکول هستن، کیس ای او ال رو میخونن. کوکا، منظورت کوکاکولاست؟ خیر. پست آمریکا. خیر. مایکروسافت. خیر. آمازون. خیر. یاهو. خیر. یاهو که دیگه اصلا قدرتی نداره آقای امیر عزیز. نگفتید که یکی میگه آها، یعنی که گفت بله آقای خوسا کوسری نژاد. بله بله آقای کوسری نژاد، خیلی خوش آمدید. آقای کوسری نژاد درست گفتم. آمازون برای 20 سال اصلا سوداوری نداشت، اصلا سود تقسیم نمیکرد، اصلا سوداوری نشون نمیداد، مرتب از جیب خورد و سرش بده کرد، رشد کرد. الان به قولی تبدیل شده که هیچ کس نمیتونه در مقابلش بیسته. در حالی که من وقتی امریکا بودم اصلا آمازون به حساب نمیومد. آمازون یک کتاب فروشی بود، بعد ای بی هم یک کتاب فروشی داشت به نام 70.com.
من معمولا کتاب رو هفتاد کام میفروختم نه رو آمازون. دقیق میفرمایید، یعنی اصلا قدرتی نداشت، ولی از طریق همین سیاست های استراتژیک وضعیت آمازون به اینجا رسید. پس مهمترین دلیلی که شما میتونید، دلیل دادگاه پسند، دلیل محکمه پسندی که شما میتونید برای انحصارات داشته باشید چه هست دوستان عزیز؟ مسئله مقدار حاشیه سودی است که شرکت میبره، ولی باز هم از طریق رفتار استراتژیک اصلا میتونه شرکت معکوس بکنه. یعنی وقتی که شرکت ها در جهت ایجاد انحصار دامپینگ انجام میدن، دوستان کسی میدونه معنی دامپینگ چیه؟ وقتی شرکت ها دامپینگ انجام میدن، کسی میدونه دامپینگ چیه؟ احسنت، فروش زیر قیمت. خب فروش زیر فروشی، باری کرده. خب زیر فروشی چرا اشکال داره؟ در کشور ما که اصلا خیلی هم شایسته است، خیلی هم مایه مباحت، فلان شرکت داره زیر فروشی میکنه. چرا ناشایسته؟ اگر در بازار اثبات بشه که شرکت زیر فروشی کرد، دامپینگ انجام داده، شرکت مشمول جریمه های سنگین میشه. ببینید، ما خیلی از قباحت ها اصلا براش قانون نداریم، ولی وقتی قانونی داریم خیلی خیلی سخت اجرا میکنیم. دقت میفرمایید، اگر کسی انحصارگری میکنه حتما باید در دادگاه محکوم بشه، باید به مردم معرفی بشه، ولی اینکه در شرکت رو تخته بکنی، این واقعا شایسته نیست. اگر شرکتی هم در زمینه فعالیت اقتصادی خطایی انجام داده، با پرداخت جریمه باید بتونه به کار خودش ادامه بده. بعد دامپینگ بعد در جهت کنار زدن رقباست. پس بنابراین معیاری که برای معیار اصلی که برای انحصار، برای فعالیت انحصاری در بلند مدت داریم، ممکنه اصلا در کوتاه مدت به اون صورت جواب نده. بنابراین برای اینکه هیئت منصفه به یک تصمیم قطعی برسه خیلی کار مشکلی. اینا میان از یه شاخصی استفاده میکنن به نام هرفندال هرشمن ایندکس، HHI، هرفندال هرشمن. من این هرفندال هرشمن رو در سال 1378 برای تمام صنایع ایران اون زمان حساب کرده بودم و به با در واقع محاسبات متعدد و گسترده و متفاوتی هم این کار رو انجام داده بودم. یعنی مثلا من سود شرکت رو یک معیاری گرفتم که شاخص هرفندال هرشمن رو درش محاسبه کنم. یعنی یک صنعت رو اگر شرکتی کوچک بود ولی سوداوری بالایی داشت، اون سهم سود رو از سود صنعت در نظر گرفته بودم، یا سهم فروش رو از فروش صنعت در نظر گرفته بودم، یا سهم ارزش افزوده رو از سهم ارزش افزوده کل صنعت در نظر گرفته بودم و با معیارهای متعدد هرفندال هرشمن رو محاسبه کردم. هرفندال هرشمن معیار انحصار نیست، معیار بازار انحصاری و رقابتی نیست. هرفندال هرشمن معیار تمرکز در بازاره، و از آنجا که وقتی تمرکز در بازارها افزایش پیدا میکنه، وقتی تمرکز در بازارها افزایش پیدا میکنه، شاخص در واقع احتمال تبانی به شدت بالا میره و احتمال اینکه یک اولیاپولی شکل بگیره که در نهایت به موناپولی منجر بشه هست. بنابراین ما میگیم که تمرکز و انحصار یا انحصار چند جانبه یک رابطه خیلی نزدیکی با هم دارن. خب حالا این شاخص چجوری حساب میشه؟ این شاخص به این صورت هست که ما سهم شرکت ها رو در نظر میگیریم بدون ممیز. یعنی اگر مثلا این شرکتی 60% سهم داره، عدد 60 رو در نظر میگیریم، این 60 رو به توان 2 میرسونیم، سهم هر شرکتی رو به توان 2 میرسونیم بدون ممیز. بعد با هم اینها رو جمع میکنیم، با هم اینها رو محاسبه میکنیم. اینا رو که با هم جمع کردیم میشه شاخص هرفندال هرشمن. فرض کنید بازار رقابت کامل باشه دوستان. اگر بازار رقابت کامل باشه، خب شاخص HHI چند میشه؟ به چند میرسه دوستان عزیز؟ نه، غلط بود آقای میرزایی. دقیق فرمایید، اگر رقابت کامل داشته باشیم، ببخشید رقابت کامل گفتم آقای میرزایی، من عرض کردم رقابت کامل یا انحصار کامل. احسن، بله کاملا درست فرمودید. خب دلیلش هم این هست که وقتی که مثلا هر شرکتی 0.1% از سهم بازار رو داره، این 0.1 رو شما به توان 2 که برسونید میشه 0.01. بعد 1000 تا از این 0.01 ها رو با هم دیگه جمع کنید، مثلا میشه چقدر؟ میشه 10. بنابراین خیلی عدد کوچک میشه. خب اگر بازار انحصار کامل باشه، شاخص HHI چند میشه؟
اگر بازار انحصار کامل باشه اچ اچ آی چند میشه؟ احسن، 10,000. چرا 10,000؟ برای اینکه سهم اون شرکتی که انحصار کامل داره 100، 100 رو به توان 2 میرسونیم میشه چقدر؟ میشه 10,000. 100 که به توان 2 میرسونیم میشه 10,000. پس شاخص انفراد دانشمند اون صنعت که فقط شامل یک شرکته میشه 10,000. پس بازارها بین 10,000 و صفر این شاخصشون تغییر میکنه. حالا اگر سه تا شرکت داشتیم، شرکت اول 60%، شرکت دوم 25%، شرکت سوم 15% سهم داشت، هرفندال هرشمن ما میشه 4450. چگونه؟ 60 رو به توان 2 میرسونیم، 25 رو به توان 2 میرسونیم و 15 رو به توان 2 میرسونیم و بدین طریق شاخص هرفندال هرشمن رو محاسبه میکنیم. دوستان فرض کنید سه تا شرکت داریم سهم برابر دارن، هر کدوم سهمشون 33%. خب شاخص هرفندال هرشمن در این چه برای این صنعت چگونه خواهد بود؟ پس سهم هر کدوم 33.3%، شما محاسبه کنید 33.3 رو به توان 2 برسونید و ضرب در 3 کنید، بگید چقدر میشه عدد. من از این میخوام یک نتیجه بگیرم. آفرین، 3,000 میشه. 3,000 و 3,000. چرا عدد انقدر متفاوته؟ اجازه بدید نشد، خودم حساب کنم، شوکه شدم. چی شد دوستان؟ بله دوستان عزیز، ببینید 33.3 به توان 2 میشه 1108، درسته؟ 1108 ممیز 89 رو ضرب در 3 میکنیم میشه 3326. چرا دوستان میتونن 3267؟ چطوره نمیدونم. چه 3326 من به دست آوردم، البته 3327 اگر روندش بکنیم. خب دوستان 3327 رو مقایسه کنید با 4450. چرا در این مثال ما که از 3 تا شرکت تشکیل شده شاخص هرفندال هرشمن بالاتره؟ کی میدونه؟ چرا شاخص هرفندال هرشمن در این مثال نسبت به مثالی که سه تا صنعت برابر بودند بیشتره؟ احسنت، یکی از این شرکت ها لیدره، بقیه فالوورن. یکی از شرکت ها 60% سهم بازار رو داره، قدرت بیشتری داره. وقتی قدرت بیشتری داره شاخص ما هم نشون میده که احتمال تبانی بیشتره، احتمال انحصار بیشتره. دقیق میفهمید؟ شاخص ما نشون میده که تمرکز در این بازار بیشتره. هر وقت شاخص HHI رو به کمتر از 1,000 رسوندیم میگیم این بازار به شدت رقابتیه، و وقتی بین 1,000 تا 1,800 بود میگیم که تقریبا رقابتی، تا حدودی رقابتیه. اگر بالای 1,800 بود میگیم که انحصار چند جانبه وجود داره. دقیق میفرمایید؟ خب حالا وقتی این شاخص رو محاسبه میکنن، دادگاه ها قوانین ضد ادغام دارند و میگن اگر این شاخص HHI بالای 1,000 بود، دقت میکنید، بالای 1,000 بود این شاخص HHI، خب بالای 1,000 یعنی 10 تا شرکت هر کدوم 10% سهم داشته باشن، چون 10 به توان 2 میشه 100 ضرب بر 10 میشه 1,000. پس اگر 10% هر شرکتی هم سهم مساوی داشت اجازه ادغام میدن، اگر با یعنی اگر مثلا زیر 1,000 بود، اگر بالای 1,000 باشه اون وقت ادغام ها رو چک میکنن که وقتی نکنه ایران خودرو سایپا با هم دیگه تبانی کنن بر ضد مردم. حالا ما یک کشوری داریم، نمیخوام بهش اشاره خیلی زیادی بکنم، بعضی از دوستان اسمشو قبلا میدونستن. این کشور عزیز کاری که انجام میدن اینه که سعی میکنن که خود دولت میاد اینجا پااندازی میکنه. دقت میکنید؟ خود دولت اینجا مچ میکره. متاسفانه انگار این دو شرکت میخوان به ازدواج هم دیگه در بیان. دولت میگه ما میخوایم پلتفرم مشترک درست کنیم. اصلا واقعا شرم آوره، پلتفرم مشترک یعنی ما میخوایم انحصار ایجاد کنیم. بعدم رقابت میخواد به وجود بیاره، میگه ما واردات رو آزاد میکنیم، اونتا در اختیار خودی ها قرار میدیم و در اختیار انحصارگران. آقا شما رقابت بهترین ابزار برای کنترل انحصار، تو رقابت هم در اختیار انحصارگر قرار دادی. آخه
قربون و معرفتت واقعا. ببینید چقدر تفاوت دیدگاهه و من افتخارمه که در با این مسائل کاملا زاویه دارم و تلاش خودم رو میکنم، هرچند که برخی از افراد به بنده خورده میگیرن، میگن به عنوان یک استاد اقتصاد که این همه مداره، این همه دانشگاه برتر هستی، چه لزومی داره که مثلا به وزارت سمت هر روز یک در واقع تذکری بدی؟ خب من عرض میکنم خدمتتون باید با اینها مبارزه کرد. اینها عامل بدبختی یک کشورند، اینها عامل این هستند که دو نسل ما کامل داره از بین میره، متولدین دهه 60 و متولدین دهه 70، اینها هیچ آینده ای ندارند. اگر شما متولد دهه 60 و 70 هستید چرا به ما کمک نمیکنید؟ چرا حمایت نمیکنید؟ چرا امروز مثلا به من حمله شده، صبح حمله سعی کرده یک فردی بیاد بی اعتبار کنه ما رو، که خودش هم اعتباری نداشته البته، ولی سعی کرده حتاکی بکنه. اگر که واقعا وظیفه تک تک ما، من که وظیفه خودم انجام خواهم داد، ولی وظیفه تک تک ما هست. من الان به خاطر امنیت این کشور مخالف سربازی اجباری هستم. این درد رو کجا ببرم؟ به کی بگم؟ که آقا شما اگر میخوای امنیت ملی رو حفظ کنین، از سربازی نباید اجباری باشه. در حالی که طرف مقابل کسانی که این سنت مخرب رضاخانی رو تا امروز ازش هواداری کردند و ازش حراست کردند، تصور میکنن که یکی از اصول انقلاب سربازی اجباری. نخیر، سربازی اجباری 20 سال دیگه که جمعیت رو به پیری رفت و تعداد افرادی که در سن سربازی هستن کاهش پیدا کرد، شما میبینید که چی به سرتون خواهد اومد، میبینید چه مشکلات پیدا خواهید کرد در زمینه کنترل امنیت کشور، اون هم در میانه سواحل خاورمیانه. چگونه میخواید این کشور رو اداره کنید؟ دقیق میفرم اینم همینطوره، باید همه تلاش کنیم. حالا دوستان اینو محاسبه کنید، من هم محاسبه میکنم چون دیدم که خیلی جواب ها متنوع بود. ببینید این واقعا مثال واقعی، یه زمانی بود که گوگل مثلا یه حدود 60-70% سهم بازار رو داشت، یه زمانی بینگ سهم بازار داشت، الان هیچی نداره. یاهو سهم بازار داشت، اس سهم بازار داشت، ای او ال سهم بازار داشت. ما میخوایم ببینیم در بازار کدوم بازار این دوستان، بازار موتورهای جستجو، بازار سرچ انجین، میخوایم ببینیم که در بازار سرچ انجین شاخص رکامندیشن چقدر هست. اعدادم به ما داده شده، لطفاً محاسبه بفرمایید. من همینجا محاسبه میکنم، البته در سکوت محاسبه میکنم و بعد با هم دیگه انشالله این رو با هم دیگه جمع میزنیم، یعنی با هم دیگه مقایسه میکنیم. خب دوستان عزیز عدد رو به دست آوردید، ماشاءالله آقای کوسری نژاد ماشاءالله خیلی سریع محاسبه میکنم، آفرین. دوستان عزیز کدوم پاسخ درسته؟ A 100، B 6724، C 4944، D 7018 و E 6818. بله پاسخ C درسته است. این نوع محاسبات محاسباتی است که برای دادگاه‌ها و برای نهادهای مبارزه با انحصار و تنظیمگر انحصار بسیار بسیار مهم هست. خیلی خوب دوستان عزیز، من با توجه به اینکه تصمیم خودم گرفتم که از این بعد کلاس‌ها رو مقدار زودتر تعطیل کنم، من بنام بر این هست که کلاس‌ها رو در 45 دقیقه خدمت شما ارائه بدم. فعلا خدا یار و نگهدار شما. به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان، تشکر می کنم از سیصد شما و تحمل شما. ما نیمه دوم جلسه اول خرد پنج رو خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم و امیدوارم که این جلسه هم این مطالبی که در مورد درک انحصار چند جانبه خدمت شما ارائه خواهیم داد، امیدوارم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره و مورد استفاده شما باشه. انحصار چند جانبه در یک حالت وابستگی متقابل عمل می کند، یا انحصارهای چند جانبه در یک حالت وابستگی متقابل عمل می کند. ببینید وابستگی متقابل ترجمه interdependence هست که ما اینجا خدمت شما نوشتیم. یک شرایطی در بازار حکم فرما میشه که interdependency ما داریم، یعنی که شرکت ها به یک نحوی به همدیگه وابسته می شوند، یعنی تصمیمات یک شرکت
بر تصمیم شرکت دیگر تأثیر میگذارد و این مسئله مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. یعنی ما الان تحلیل رفتار استراتژیک رو، بله من ببینم چی میگن دوستان، بله به هم نان قرض میدن، درسته کاملا. یعنی تحلیل رفتار استراتژیک خواهیم داشت و این مسئله بسیار مسئله مهمیه که باید مورد توجه قرار بگیره. انحصار چند جانبه که متشکل از تنها دو بنگاه هست، یک دوآپولی یا دوپولی یا انحصار دو جانبه را تشکیل میده. در واقع انحصار دو جانبه زمانی است که دو تا شرکت بیشتر در بنگاه نداریم و این دو شرکت با هم دیگه یک حالت رقابت کجدار و مریض دارند. هنگامی که بنگاهی به عنوان دوپولیست یا دوآپولیست، در واقع چنین بنگاه های یعنی اون دو تا بنگاه رو تحت عنوان دوآپولیست ما میشناسیم. خب فروشندگان زمانی که برای افزایش سود مشترک خود همکاری می کنند با هم تبانی می کنند. خب دوستان عزیز دقت بفرمایید، کارتل که برخی از دوستان پرسیدن همین تبانی هن. یعنی حاصل تبانی رو ما میگیم کارتل. در فارسی هم همین کارتل رو ما به کار میبریم. حالا میتونیم اسمش اصلا تبانی هم بگذاریم، ولی در زبان انگلیسی هم دو تا لغت برای این مسئله است، یکی کلوژن یکی کارتل. دقت بفرمایید، کلوژن رو ما تحت عنوان با کلیژن اشتباه نگیرید، کلیژن یعنی تبانی و کلیژن یعنی تصادم. کارتل حاصل تبانیه، وقتی شرکت ها با همدیگه به توافق میرسن و این توافق در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، تا اونجا که من خبر دارم در همه کشورهای پیشرفته دنیا این نوع توافق ها غیرقانونیه، به جز کشور پیشرفته خودمون که هر نوع عمل قبیح اقتصادی متاسفانه در کشور ما رواج پیدا کرده و رواست. بگذاریم از مثلا لاتاری خودرویی، در زمینه انحصارات هم میبینید که در کشورهای دیگر همین که شرکت ها با همدیگه بشینن صحبت کنن بدون حضور دادستان، براشون حکم قضایی صادر میشه، جریمه میشن. 2 میلیارد دلار صنعت لاستیک رو قبل از در واقع استراحتی که داشته خدمتتون خوندم دیگه، 2 میلیارد دلار این صنعت جریمه شده، تمام بازیگران صنعت جریمه شدن. دقیق میفرمایید، ولی متاسفانه در کشور ما قانونی. کارتل یک توافق است بین چندین تولید کننده برای پیگیری محدودیت های تولید، یعنی برای اینکه محدودیت تولید رو اعمال کنند. یکیش ما اینو بخونیم، اعمال محدودیت های تولید به منظور افزایش سود مشترک. پس لطفا اینو تغییر بدید، بذارید اعمال محدودیت های تولید. بله بسیار معروف ترین کارتل جهان سازمان بازم به خودمون برمیگرده، حتی مؤسسش خودمون بودیم. معروفترین کارتل جهان سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپگ است. پس اوپگ مشهورترین و معروفترین کارتلی است که در دنیا تا امروز شکل گرفته. خب سوال اینجاست، ببینید یک سوال مهم است، آیا تبانی رخ میدهد یا رقابت رخ میدهد یا یک حالت کجدار و مریض داره؟ در بسیاری از اوقات میبینید که در واقع تبانی ها پایدار نمیمانند. این هم یکی از نکات مهمی است که در بازارها باید بهش توجه کنیم. یعنی شاید خیلی وقتا بشه یک مقداری تحمل کرد که ببینید آیا این تبانی شکست میخوره یا نه، ولی باید شرایط رو به نحوی فراهم کرد که تبانی های قیمتی که شکل میگیره هر چه سریعتر شکسته بشه و افراد انگیزه داشته باشن برای اینکه این تبانی رو بشکنن. حالا سوال اینجاست که آیا انحصار چند جانبه وقتی در بازار وجود داره که ما از شاخص هرفندار هرشمن میشناختیم، آیا و تمرکز بالا هست، شرایط برای انحصارگری و اعمال انحصار وجود دارد، آیا واقعا اینها دست به تبانی میزنن وقتی این شرایط فراهم هست، یا نان کوآپراتیو بیهیویر خواهند داشت؟ نان کوآپراتیو بیهیویر رو من دو تا ترجمه براش کردم، یکی گذاشتم رفتار خصمانه، یکی دیگه هم گذاشتم ناهمکاری. بعضی ترجمه کردن غیر همکاری که به نظر من اصلا لغت مناسبی نیست. بالاخره همکاری یک لغت کاملا فارسی از ترکیب دو کلمه فارسی هم و کاری هست و اگر قرار هست که این منفی بشه باید ناهمکاری ما اسمشو بگذاریم، ولی رفتار خصمانه به نظرم در زبان فارسی بیشتر مورد توجه قرار میگیره، ولی هر دو رو ما در این اسلاید ها به کار بردیم.
رفتار خصمانه هر بنگاهی در راستای منافع شخصی خود عمل می کند و بنگاه ها آثار اقدامات خود را بر سود یکدیگر نادیده می گیرند. یعنی بر سود طرف مقابل ها. یعنی بنگاه فقط دنبال در واقع دریافت منافع شخصی هستند بدون اینکه موقعیت طرف مقابل و رقیب خودشون رو در نظر بگیرن. این رفتار میشه ناهمکاری یا رفتار خصمانه که بنگاه در مقابل همدیگه داشته باشن. خب ما این رفتار خصمانه رو میخوایم ترغیب کنیم، ترویج کنیم. ما نمیخوایم بنگاه با هم دیگه دوست باشن. تفرقه بیانداز و حکومت کن. ما میخوایم با در بازارها رقابت حکمفرما باشه، نه همکاری. ما میخوایم ناهمکاری هم برقرار باشه. دقت میفرمایید؟ خب این نگرش مدرن که عرض میکنم خدمتتون، اقتصاد خرد، روش اندیشه مدرن هست در کسب و کار روزمره به این دلایل. دقت میفرمایید؟ این فرهنگ باید جا بیفته که رقابت شکل بگیره، نه همکاری. ناهمکاری باید شکل بگیره. خب تبانی بین بنگاه ها غیر قانونی نیست، اما گاهی اوقات بنگاه ها قوانین را نادیده گرفته و تبانی می کنند. البته در کشور ما من فکر نمی کنم تا حالا حتی یک بنگاه هم به خاطر تبانی محکوم شده باشد. انحصارهای چند جانبه چنان عمل می کنند که گویی یک انحصارگر هستند. دقیق می فرمایید؟ پس انحصار ها، هدف از تبانی چیه؟ هدف از تبانی این هست که بازار انحصار چند جانبه به یک بازار انحصار کامل، به یک بازاری که فقط یک پلیر داره تبدیل بشه. مثل همون کاری که عرض کردم خدمت وزارت سمت مثلا در صنعت خودروسازی داره انجام میده. میگه چون میخوایم هزینه های تولید رو کاهش بدهیم، پس بهتر است که به سمت پلتفرم مشترک برویم. ببینید اینها یک سخنان ضد مدرن و در جهت صنعت زدایی است که وزارت سمت کشور در جهت صنعت زدایی مسائل رو به راحتی عنوان میکنه که جای تأسف واقعا دوچندان داره. بسیار خوب. هر کدام از بنگاه ها انگیزه ای برای تقلب و تولید بیشتر دارد. پس ببینید در تبانی این که افراد از پشت به هم خنجر بزنند خیلی انگیزه بالایی برای این مسئله دارند، که در تبانی افراد در واقع به اصول تبانی پایبند نباشند و وظیفه دولت است که شرایطی فراهم کنه که اینها نتوانند تبانی کنند، شرایطی فراهم بشه که خیانت افزایش پیدا کنه. خیانت در اولیگاپولی ارجح است. دقت بفرمایید، خیانت، ما توصیه‌مون این است که هر جوری شده ما سعی کنیم که خیانت در اولیگاپولی فراهم بشه، بساط خیانت فراهم باشه. چرا؟ برای اینکه اگر تبانی کنند به یک ملت، به یک کشور، به کل صنایع خیانت کردند. دقت می‌فرمایید، تبانی به ضرر جامعه است، خیانت در اولیگاپولی به نفع جامعه است. بسیار. پس بازی هایی که انحصارگران چند جانبه انجام میدهند یا بازی میکنند، هرگاه هر بنگاه در یک انحصار چند جانبه متوجه میشود که به یکدیگر وابسته اند. پس تمام بنگاه ها، هر بنگاه به تنهایی متوجه میشه که باید رفتار بنگاه دیگر رو مد نظر داشته باشه. سود او به کاری که رقیبش انجام میدهد بستگی دارد و سود رقیبش به کاری که او انجام میدهد. پس هر دو اینتردیپندنس که اول مطرح کردیم این قضیه است. هر کس بخواد، اگر بخواد استراتژی خودش رو در بازار تنظیم کنه، چاره ای نداره مگر اینکه رفتار رقیب رو چیکار کنه؟ شبیه سازی کنه، رفتار رقیب رو در نظر بگیره. پس بنگاه وارد بازی میشن، مثل پینگ پونگ، مثل تنیس، مثل فوتبال. دو تا گروه هم با همدیگه وارد بازی میشن، وارد تعامل میشن. هر کدوم میخواد گل خودش رو بزنه، میخواد امتیاز خودش رو به دست بیاره، اما مجبورن، چاره ای ندارن. توی اتاق گذاشتنشون میگن شما حتما با هم پینگ پونگ بازی کنید. چاره ای ندارن مگر اینکه بازی رو انجام بدهند. بنگاه ها بازی انجام میدن که در آن سود هر بازیکن نه تنها به اقدامات خود بلکه به اقدامات سایر بازیکنان بستگی دارد. پس دقت فرمودید، سود هر بازیکن نه تنها به اقدامات خود بلکه به اقدامات سایر بازیکنان بستگی دارد. بسیار خوب، اینم که مطرح کردم خدمتتون. اقتصاددانان و ریاضی، حالا نقش ریاضیات اینجا
پررنگ میشه. چرا؟ برای اینکه ما میخوایم اینها رو مدل کنیم، این رفتارها رو مدل کنیم. پس احتیاج به فرمول داریم. نه فقط احتیاج به فرمول داریم، چون قبلا فرمول داشتیم. ولی نمیگفتیم که از اقتصاددانا، از ریاضیدانان دعوت کنیم که وارد علم اقتصاد بشوند و برای ما تحلیل کنند. خب رفتار متقابل انحصارگران، انحصارگران چند جانبه، شرایطی رو پیش میاره که ما برای تحلیل ناچاریم از نظریه بازی ها استفاده کنیم. درسته که نظریه بازی ها اول در علم اقتصاد مطرح شده مثل اقتصاد سنجی، اما الان زیرشاخه از علم، از علم ریاضیات است. زیرشاخه از ریاضیات است. نظریه بازی ها مطالعه رفتار در موقعیت های وابستگی متقابل است. راهی برای پیش بینی نتایج در موقعیت های استراتژیک مانند انحصار چند جانبه. بسیار خوب. پس من عرض کردم خدمتتون روش تحلیلی، یک روش تحلیلی جدیدی است که تا حالا در اون صحبت نکردیم و نتیجه این هست که ما میخوایم در موقعیت های استراتژیک برای رفتار استراتژیک پیش بینی داشته باشیم. خب ما حالا برای اینکه این پیش بینی رو داشته باشیم یک مثال غیر اقتصادی خدمتتون میزنیم که بسیار مثال مهمی است در علم اقتصاد و بعید است کسی خودش رو اقتصاددان بنامد و این مثال رو در نظر نگیرد. ما این مثال رو تحت عنوان prisoner's dilemma میشناسیم. prisoner's dilemma در فارسی به معمای زندانی ترجمه شده، اما من امروز که این اسلاید رو دیدم دوستان زحمت ترجمهش کشیده بودن از این خیلی بیشتر خوشم اومد. گذاشتن که دوراهی زندانیان، این خیلی بهتره. چرا؟ چون prisoners اگر دقت بفرمایید آپوستروف در بالای این اسلاید وقتی ما نمیشیم prisoners آپوستروف بعد از اس قرار گرفته نه قبل از اس، پس بنابراین این زندانیان هست و درستش هم همین است. در مقابل زندانیانی که میتوانند با هم تبانی بکنند یک دوراهی، در واقع زندانیان در یک دوراهی قرار میگیرند. منظور از دوراهی چیه؟ در واقع دو تا انتخاب به زندانی میدن، میگن میتونی لو بدی طرف مقابل و با ما همکاری کنی و میتونی سکوت کنی. دقیق میفرمایید. خب حالا اون آقای پلیس خوب یا پلیس بد اینجا میاد نقش خودشو ایفا میکنه و به زندانی شیرفهم میکنه که شرایط مجازات زندانی چگونه خواهد بود. پس پاداش و مجازات و بازده بازیکن رو مشخص میکنه و یک در واقع ماتریس یا جدول پرداخت به وجود میاره که زندانی بدون اینکه سواد هم داشته باشه یک سبک سنگین میکنه و به نتیجه میرسه که با پلیس همکاری کنه. چه جالب. ببینیم از ما از اصول علم اقتصاد و نظریه بازی ها رسیدیم به مسئله دوراهی زندانیان و این دوراهی زندانیان برای اعمال قانون در همه کشورهای جهان خیلی کارایی داره. چون چرا؟ چون انسانی که ما همون اول که میخواستیم علم اقتصاد شروع کنیم مگر در مورد عقلانیت انسان صحبت نمی کردیم، مگر در مورد منطقی بودن رفتارهای انسانی صحبت نمی کردیم، بدون اینکه حتی فرد سوادی داشته باشه به طور منطقی وقتی در شرایط prisoner's dilemma یا دوراهی زندانی هم قرار میگیره تصمیم میگیره که با نهادهایی که قانون رو، ضابطان قانون تصمیم میگیره همکاری کنه. چرا حالا؟ ببینیم. اول این توضیح بدیم خدمتتون، البته عرض کردم فقط از روش میخونم. پاداشی که یک بازیکن در یک بازی دریافت میکنند، مثلا سودی که انحصارگر به دست میآورد، بازده آن بازیکن است. خب ما میگیم یک ماتریکس، یک ماتریکس یا در زبان فارسی ماتریس یا یک جدول به وجود میاریم. دوستان اگر برای ماتریکس یا ماتریکس ترجمه دیگری هم دارن بفرمایند. شاید مثلا در کتاب‌های ریاضیات دبیرستان الان برای ماتریس یک ترجمه دیگری در نظر گرفته باشن. یک ماتریس یا جدول پرداخت میایم تنظیم میکنیم که نشان میدهد چگونه بازده هر یک از شرکت کنندگان در یک بازی دو نفره به اقدامات این دو نفر بستگی دارد، به اقدامات متقابلی که انجام میدن بستگی دارد. پس ما میایم بازدهی برای هر فردی که در بازی هست تعیین میکنیم و بعد میایم رفتار اینها رو، تأثیر رفتار اینها رو روی همدیگه در نظر میگیریم. پس این بازی هایی که ما در گیم تیوری داریم این رو بازی های خاصی هست. ما هر بازی رو نمیایم اینجا مدل کنیم. ما الان خیلی بازی های پیشرفته کامپیوتری داریم، خیلی بازی های رومیزی جالبی داریم،
و خیلی بازی دیگه، ولی اینا اصلا مدل نمی کنیم، که کار ما نیست که اینها رو مدل کنیم. ما در جهت یک مقصود خاصی که تحلیل منافع، تحلیل پیامد تصمیم های گوناگون هست، ما اومدیم داریم این بازی رو مطرح می کنیم. خب دقت بفرمایید، Prisoner's Dilemma یا دوراهی زندانیان، حالا دو نفر رو نام برده، گفته سلما، سلما و لوئیس، دو فرد هستن که سلما یکی لوئیس، توسط پلیس دستگیر شدن. پلیس اونا رو در سلول های جداگانه قرار میده و میگوید اگر هیچ کدام از شما اعتراف نکنید شما را به مدت 5 سال به زندان میاندازیم. میگه آقا ما شواهد دیگری در دست داریم که هر دوی شما رو بندازیم زندان، ما اینا رو به دادگاه ارائه میدیم، هر دوی شما رو میندازیم زندان. حالا ببین، اون رفیقت هم خلافکار بوده، تو هم خلافکاری، شما همه هر دوتون خلافکاری، به جامعه صدمه زدید. بعد میایم ترشون توجیه میکنیم، میگیم آقا رفیق شما هم نسبت به شما چیزی نداره، ممکنه ایشون هم بالاخره اقرار بکنه. حالا خیلی راحت براشون توضیح میدیم، میگیم اگر شما هیچ کدام از شما اعتراف نکنید 5 سال زندان برای هر کدومتون در نظر میگیریم. اگر شما اعتراف بکنید و شریک خود را گرفتار کنید، بهش میگه آقا بیا فلانی رو لو بده، دقیق میفرمایید، میگه بیا اعتراف کن، طرف مقابل رو یعنی همکار تو، هم دست تو لو بده. حالا اگر اون حاضر نباشه، اون هم با ما هم دستی کنه، اگر هر دوی شما با ما هم دستی کرد یک بحث، ولی اگر شما تو با ما همکاری بکنی، شریکت رو محکوم بکنی، لو بدی، اون دهنشو به بند سکوت کنه، مجازات تو رو از 5 سال به 2 سال کاهش میدیم، مجازات شریکت هم مثلا چون به دلیل اینکه مثلا بالاخره مثلا یک عمل خیلی سوی انجام داده 20 سال زندان. دقیق میفرمایید، پس مجازات تو میشه 2 سال، مجازات تو میشه 20 سال. حالا میگه اگر هر دوی شما اعتراف کردید، هر دوی شما به 15 سال زندان محکوم میشوید. خب به نظر شما چه اتفاق میفته؟ بعد میگه اگر هر دو ساکت موندید، همون 5 سال زندان محکومتون میکنید. به نظر شما چه اتفاق میفته اینجا؟ ببینید پلیس اومده چیکار کرده؟ پلیس فقط جدول پیامدها رو مشخص کرده، جدول جایزه یا جدول مجازات رو اینجا تنظیم کرده. بله ببینید، اگر هر دو ساکت بمونن به نفعشونه، چون هر دو 5 سال محکوم میشن. اما طرف میاد پلو خودش میسنجه، میگه که و خبر هم اصلا دیگه ندارم. احسنت آقای جعفری، چه گفت؟ اصلا آقای جعفری یه چیزی گفت که یعنی درنده جایزه نوبل این صحبت رو کرد دیگه. آقای جان نش گفت که بهتر است بهینه اینه که ساکت بمونن. پس یک تعریفی از بهینگی ما اینجا داریم و تعادل اینه که هر دو اعتراف میکنن. واقعیتی که اتفاق میفته واقعیت کاملا ناکاراست برای زندانیان و برای جامعه کاملا کاراست. یعنی منفعت زندانی اینجا بر ضد منفعت جامعه هست، در تقابل با منفعت جامعه هست. بله خب برخی از دوستان گفتن که هر دو ساکت میمانند و برخی از دوستان گفتن هر دو اعتراف میکنند. خب بیاید این شرط این رو در نظر بگیریم که هر دو ساکت میمانند. ببینید هر دو ساکت بمونند 5 سال زندان میفتند. 5 سال زندان خیلی زیاده. بعد میشنن با خودشون فکر میکنن، میگن که این اتاق بغلی هم لابد بشه این پیشنهادی دادن دیگه. خب اتاق بغلیه میتونه منو محکوم کنه، منو لو بده، همکاری کنه، خودش 2 ساله بره بیرون، من 20 ساله اونم تو زندان، درسته؟ خب من اگر رفتار اونو در نظر نگیرم که سکوت میکنم، ولی وقتی رفتار اونو در نظر میگیرم و آفری که به اون داده شده، پیشنهادی که به اون داده شده در نظر میگیرم، میبینم که احتمال این که من 20 سال برم زندان اون 2 سال بره زندان خیلی زیاده، یعنی احتمالش اصلا 100%. میگه به طرف مقابل پیشنهاد دادن آقا 2 ساله برو بیرون. پس من میام با توجه به اینکه میدونم طرف مقابلم یک چنین پیشنهادی بهش دادن، من میام اعتراف میکنم که من 20 سال زندان نرم. دقت شد؟ من سعی میکنم 20 سال زندان نرم. حالا ببینید این مقدار پیچیده تر از این صحبتیه که من الان خدمت شما عرض کردم. برای تحلیل بر اساس گیم تیوری
میایم استراتژی رو بر اساس تصمیم طرف مقابل در نظر میگیریم. یعنی طرف الان تو اتاق الف، اتاق یک و اتاق دو، در زندان یک و زندان دو. زندانی یک میگه اگر زندانی دو اعتراف کرد من چه کنم؟ دوستان ببینید، اگر زندانی دو اعتراف کرد و این اعتراف نکنه چند سال میره زندان؟ 20 سال. اما اعتراف بکنه چقدر میره زندان؟ اگر زندانی یک اعتراف کرد، زندانی دو اعتراف کرده، این هم اعتراف کنه 15 سال. بهتر 15 سال بره زندان یا بهتر 20 سال بره زندان؟ بهتر 15 سال بره زندان. خب اینو دست نگه دارید. اگر زندانی دو در اتاق دیگه اعتراف بکنه، به نفع منه که اعتراف بکنم. حالا من میگم اون رفیقمه، دوستمه، اون اصلا اعتراف نمیکنه. حالا ببینید چی میشه. میگه اگر زندانی دو اعتراف نکرد من چی کار کنم؟ من میدونم زندانی دو دهنش کیپ به کیپه، صحبت نمیکنه، من چی کار کنم به نفعم تموم بشه؟ میدونم اون اعتراف نمیکنه، من چی کار کنم؟ من اگر اعتراف بکنم 5 سال میرم اعتراف بکنم 2 سال میرم زندان، اعتراف نکنم 5 سال میرم زندان. بین 2 سال و 5 سال کدوم رو ترجیح میده؟ 2 سال رو ترجیح میده. دقت بفرمایید، ببینید اینه میگن استرفدار استراتژیک و تصمیم های استراتژیک. میگه اگر زندانی دو، اگر زندانی دو اعتراف بکنه، من بین عدد 15 و عدد 20، عدد 15 رو انتخاب میکنم. بین 15 سال زندان و 20 سال زندان، 15 سال زندان انتخاب میکنم. اگر مطمئن باشم اون دهنش کیپه، اون وقت من بین 5 سال زندان و 2 سال زندان، 2 سال زندان انتخاب میکنم. پس اصلا من چه طرف مقابل من، چه همکار من اعتراف بکنه و چه اعتراف نکنه، من چاره ای ندارم مگر اینکه، یعنی من به نفعم که چیکار کنم؟ اعتراف کنم. همین محاسباتی که زندانی یک انجام میده، زندانی دو هم همین محاسبات انجام میده. پس در این حالت پریزنرز دیلما، هر دو زندانی میرن به سمتی که اعتراف کنند. دقت میفرمایید؟ فقط با تحلیل پیامدهایی که پلیس در اختیارشون گذاشته و مطمئنن که این اتفاق خواهد افتاد. یعنی مطمئنه که اون عدد 5 و 15 و 2 و 20 اینا عددهایی هست که واقعا اتفاق خواهد افتاد، نه اینکه برای تهدید مثلا به کار رفته. این هست که شما می‌بینید در زمینه پریزنر، در حالت پریزنرز دیلما، معمولا افرادی که خلافکار هستند، هر دو طرف، همه افراد اعتراف می‌کنند. خب حالا ببینید که ما وقتی گفتیم یک میتریکس به وجود میاریم، چگونه یک میتریکس به وجود میاریم؟ ما میایم در واقع یک جدول 4 در 2 در 2 به وجود میاریم. یک جدول چهار تا قسمت، یعنی 4 تا بخش، 4 تا بلوک به وجود میاریم. در یک بلوک 2 تا استراتژی تلما رو قرار میدیم. 2 تا استراتژی تلما چی بود؟ یکی این که اعتراف نکنه و دیگری این که اعتراف بکنه. confess یعنی اعتراف کردن، یعنی admit یعنی اعتراف. میگه اگر اعتراف بکنم که به 2 سال زندان، میگه من یا میتونم اعتراف بکنم یا میتونم اعتراف نکنم، رقیب من هم میتونه اعتراف بکنه یا میتونه اعتراف نکنه. خب حالا میشه برای خودش فکر میکنه، میگه اگر من اعتراف نکنم، رقیب من اعتراف نکنه، ما هر دو 5 سال میگیریم. اگر رقیبم اعتراف بکنه، من اعتراف نکنم، ما 20 سال میگیریم، 20 سال زندان میگیریم، محکوم میشیم. اگر رقیبم اعتراف نکنه، من اعتراف بکنم، 2 سال زندان میفتم. اگر رقیبم اعتراف کنه، منم اعتراف کنم، 15 سال زندان. دقیقا مثل قبل خدمت شما عرض کردم، ستون به ستون میاد محاسبه میکنه طرف. میگه اگر اعتراف نکرد، بین 5 و 2 کدوم رو انتخاب کنم؟ 2 رو انتخاب میکنم. اگر طرف مقابل اعتراف کرد، بین 20 و 15 کدوم انتخاب میکنم؟ 15 رو انتخاب میکنم. پس همواره در این منطقه پایین، ببینید در این منطقه پایینی همواره پیامد نهایی شکل میگیره. این منطقه پایینی هم همواره توصیه به سلما این هست که همواره چیکار کنه؟ اعتراف کنه.
آقای لوئیس یا خانم لوئیس هم دقیقا همین فکر رو میکنه. میگه اگر سلما اعتراف بکنه، من اعتراف نکنم 5 سال، اگر اعتراف بکنه من اعتراف بکنم 20 سال، اعتراف نکنه من اعتراف بکنم اون. ببینید حالا برای طرف مقابل در همین بلاک ها، در همین مربع ها، ما باید بیان پیامد رو، جایزه رو یا مجازات رو در منطقه بنفش رنگ هم بنویسیم. ما این منطقه زرد رنگ که نوشتیم در واقع پاداش یا مجازات سلما بود. بیریم پایین تر، البته اینجا نگذاشته بقیه شد. برای لوئیس هم میتونیم این رو بنویسیم. اینجا برای سلما نوشته. پس سلما میاد فقط اینجا اعتراف میکنه. اگر برای لوئیس هم بنویسیم به همین صورته و لوئیس هم فقط تصمیم میگیره اعتراف کنه. و یک آقای به نام جان نش اومد مسئله رو مطرح کرد که بسیار مسئله عجیبی بود. و آقای جان نش گفت که اگر که در چنین شرایطی قرار بگیریم، مطمئن باشید هر دو اعتراف میکنند. دقت میکنید؟ یعنی من این تیکی که اینجا میزنم، سلما قطعا اعتراف میکنه، لوئیس هم قطعا اعتراف میکنه. پس از 4 حالتی که وجود داشت ما به منطقه 4 حتما میرسیم. و این در این منطقه 4 یک تعادلی وجود داره. در این منطقه 4 میمونیم. دقیق فرمایید، در این منطقه 4 ما میمونیم. این رو تحت عنوان نش اکولیبریوم شناختیم. یعنی آقای نش برای اولین بار این مسئله رو مطرح کرد. که البته بیوتیفول مایند یک فیلمی هست که در واقع زندگی نامه جان نش رو به نمایش در میاره و هنوز که هنوز از پروژه های ما هست که فیلم های اقتصادی رو با همدیگه ببینیم. بازم اینجا از دوستان عزیز دعوت میکنم، دوستان عزیز تقاضا میکنم، اگر شما در مرکز شهر یک سینمایی رو میشناسید که ممکنه ما این در واقع فیلم ها رو در اونجا به نمایش در بیاریم، البته بلیتی هم میفروشیم، بعد بحث کنیم، چون خیلی این بهترین روش یادگیری، مثل رو یادگیری زبان، بهترین روش یادگیری اقتصاد هم تماشای فیلمی خیلی کمک میکنه، چون داستان در ذهن میشینه، داستان در ذهن باقی میماند اگر توجه کافی بشه، اگر روش بحث بشه، اگر سرسری آدم فیلم نگاه نکنه، مثل اینکه اون فیلمو زندگی کرده، اون وقت شرایط تغییر میکنه. اگر البته مشکلات دیگر هم داریم، من یادم نبود، نمیدونم اصلا اجازه میدم ما فیلمای حالا فیلم این فیلم مشکلی فکر نمیکنم داشته باشه، ولی اجازه میدم اینا رو پخش کنیم؟ آنلاین نمیشه پخش کرد؟ بله شاید هم بشه آنلاین پخش کنیم، ببینیم چی میشه. آی کریمی شاید، بله دوبله هست. آها بله، ذهن زیبا تلویزیون هم نشون داده، چه جاله، چه جالب. بله حالا به هر حال این فیلم های اقتصادی رو، یک سری مفاهیم اقتصادی در برخی از فیلم ها مطرح شده و خیلی جالب میشه، و مفاهیم مالی به خصوص، شرایط مالی مثل گرگ وال استریت. دوستان بریم جلوتر. حالا در این پریزنرز دیلما که خدمت شما مثال زدیم، دوراهی زندانی یا دوراهی زندانیان، هر دو زندانی اعتراف میکنه. اعتراف کردن یک استراتژی غالبه. یعنی چه استراتژی غالبه؟ یعنی اینکه رفتار طرف مقابل چه باشد برای ما تأثیری نداره، ما تصمیم میگیریم اعتراف کنیم. بهترین اقدام بازیکن بدون توجه به اقدام بازیکن دیگر اینه که اعتراف کنند. یعنی در همه حالاتی که در واقع رفتار طرف مقابل رو در نظر میگیرن به این نتیجه میرسن که اعتراف کنند. معما یا دوراهی زندانیان وضعیتی است که هر دو بازیکن انگیزه برای بدعهدی دارن و هر دو بازیکن در نهایت وضعیت بدتری خواهند داشت یا دارند. خب حالا میگیم که این دوراهی زندانی یک مثال یا مشهورترین مثال از تعادل نش. عرض کردم همون فیلم بیوتیفول مایند یا ذهن زیبا. همچنین به عنوان تعادل ناهمکاری نیز شناخته می شود. خب اینجا ببینید، من اسمش رو از تعادل مخاصمه مثلا تغییر دادم به تعادل ناهمکاری. تعادل ناهمکاری ما گذاشتیم. زمانی حاصل می شود که هر بازیکن اقدامی را انتخاب کند که با توجه به اقدامات سایر بازیکنان سود خود را به حد اکثر می رساند، بدون توجه به تأثیر عمل خود بر بازدهی که سایر بازیکنان دریافت می کنند. خب
ببینید اگر شرایطی بود که می شود ما چنین شرایطی تعریف کنیم، یعنی اگر بازدهی رو به این صورت ما مطرح نمی کردیم، یعنی مثلا 20 سال زندان در مقابل مثلا در واقع 15 سال زندان، 5 سال زندان رو در مقابل 2 سال زندان، اگر به این صورت ما در نظر نمی گرفتیم، یا مثلا دوگانه 20 سال و 2 سال اگر نمیگذاشتیم و دوگانه 5 سال و 15 سال اگر نمیگذاشتیم، احتمال اینکه بازی داشته باشیم که تعادل نش درش اتفاق نیفته بود. یعنی خیلی وقتا میشه بازی پیامده خیلی مشخصی نداره، ولی یک پیامد مثلا اتفاق نمیفته یا همه پیامدها اتفاق میفتن، بعضی وقتا از یک پیامد دو پیامد، یعنی یکی از این منطقه ها، یعنی یکی از ترکیب استراتژی اصلا اتفاق، افراد اصلا انتخاب نمی کنن ولی بقیه رو ممکن انتخاب کنن. بنابراین این مثالی که ما زدیم یک مثال تعادل نش یکتا بود، یک تعادل نش پایدار یکتا. دقیق می فرمایید، پس خیلی مثال خاصی بوده و البته کاربردی، یعنی در دنیای واقع اتفاق می افته. حالا در کجا بازم اتفاق می افته؟ در اقتصاد، در دوآپولی، در موناپولی خیلی راحت این اتفاق در واقع پریزنرز دیلما اونجا میمونه که اولی در واقع اولین بازیکن انگیزه داره برای اینکه شکست در واقع بشکند قرارداد و قرارداد همکاری که با هم بستن، دومی هم همین انگیزه رو داره و شما میبینید که خیلی راحت ممکنه که تعهدات در تبانی از هم گسسته شود و برسیم به عدم همکاری یا ناهمکاری. پس تعادل نش زمانی حاصل می شود که هر بازیکن اقدامی را انتخاب کند که با توجه به اقدامات سایر بازیکنان سود خود را به حد اکثر می رساند، بدون توجه به تأثیر عمل خود بر بازدهی که سایر بازیکنان دریافت می کنند. بازی بر اساس دو فرض است. هر بازیکن انگیزه‌ای برای انتخاب عملی را دارد که با اعمال هزینه و بازیکن دیگر به نفع خودش باشد. پس بازیکن میاد منافع خودش رو در نظر میگیره، نه منافع طرف مقابل رو. وقتی هر دو بازیکن به این ترتیب عمل میکنن، وضعیت هر دو بدتر از زمانی میبود که با هم همکاری میکردند. خب بذار ببینم، من الان میخوام یک نکته خیلی مهم باشه. آها ببینید، اون جدولی که میخواستم خدمتتون نشون بدم اینجا اومده. ببینید در اینجا در قسمت زرد یا نارنجی رنگ پیامدها یا در واقع مجازات مثلا بریجستون رو گذاشتیم، در قسمت بنفش رنگ مجازات هیتاچی رو. حالا ببینید اینا میان با هم دیگه تبانی کردند که به جای 40 میلیون تایر 30 میلیون تایر رو بفروشن. حالا بریجستون میاد میگه هر دوشون هم قراره مثلا یک اندازه تایر بفروشن، پس هر دوشون میتونن انتخاب بکنن 30 میلیون و 30 میلیون بفروشن، هر دو 30 میلیون عدد تایر بفروشن، یا هر دو 40 میلیون و 40 میلیون، یا یکیشون 30 میلیون بفروشه اون یکی 40 میلیون بفروشه. حالا ببینید مدیر بریجستون میاد میگه که خب من باید تصمیم بگیرم آیا 40 میلیون تایر بفروشم یا 30 میلیون تایر. اگر هیتاچی 30 میلیون تایر فروخت، خب من چیکار میکنم؟ من اگر 40 میلیون بفروشم سود بیشتری کردم، چون اگه منم باشم همکاری به همکاریم ادامه بدم 180 میلیون گیرم میاد، ولی اگر قرارداد خودم رو بشکنم 200 میلیون گیرم میاد. پس بین 180 میلیون و 200 میلیون بریجستون در حالتی که هیتاچی 30 میلیون یعنی به عهد خودش وفا میکنه، بریجستون تصمیم میگیره که به عهد خودش وفا نکنه و بیشتر تولید کنه. حالا در نظر میگیری باز بریجستون میاد با خودش فکر میکنه، میگه اگر هیتاچی سر قولش نموند و قولش رو شکست 40 میلیون تولید کرد، اگر من 30 میلیون تولید کنم 150 میلیون دلار گیرم میاد، اگر من 40 میلیون تولید کنم 160 میلیون دلار گیرم میاد. خب من کدوم انتخاب کنم بین 150 میلیون و 160 میلیون؟ شما باشید کدوم انتخاب میکنید؟ 160 میلیون دیگه، درسته؟ خب پس بریجستون میگه آقا هر کاری هیتاچی بکنه به نفع منه که 40 میلیون تولید کنم، درسته؟ پس 40 میلیون تولید میکنه. هیتاچی هم دقیقا همین محاسبات انجام میده،
میگه اگر که بریجستون، ببینید اینجا میاد نگاه میکنه هیتاچی، اول میگه اگر بریجستون 30 میلیون تولید کنه، من 30 میلیون 180 میلیون دلار گیرمون میاد، من 40 میلیون تولید کنم 200 میلیون گیرم میاد، بین 180 میلیون و 200 میلیون هیتاچی کدوم انتخاب میکنه؟ 200 میلیون انتخاب میکنه. بعد هیتاچی فکر میکنه، میگه اگه بریجستون 40 میلیون تولید کرد، اگه سر قرارش نبود چی میشه؟ اگر من 30 میلیون تولید کنم فقط 150 میلیون دلار گیرم میاد، ولی اگر 40 میلیون تولید کنم 160 میلیون گیرم میاد. پس در هر دو حالت هیتاچی هم تصمیم میگیره 40 میلیون تولید کنه. پس هر دوی اینها، ببینید بریجستون تصمیم گرفت اینجا بیاد، هیتاچی تصمیم گرفت اینجا بیاد، در هر حالت هر اتفاقی که بیفته. پس هر دوی اینها در مربع چهارم قرار میگیرن، یعنی تبانی به دلیل انگیزه افراد، تبانی خیلی وقتا به شکست می انجامد. میگن چه عاملی باعث پایدار ماندن دوآپولی می شود؟ آقای میرزایی من دقیقا میخواستم به همین مسئله برسم. خب دوستان اول این سوال رو جواب بدیم، چون سوال آقای میرزایی بسیار سوال مهمی بوده، بعد از این سوال برمیگردیم به سوال آقای میرزایی. در تئوری بازی ها استراتژی که بازدهی بالاتری نسبت به هر استراتژی دیگری دارد، صرف نظر از اینکه بازیکن دیگر چه میکند، به چه عنوانی شناخته میشود؟ اون استراتژی به چه عنوان شناخته میشه؟ استراتژی برتر یا superior strategy، تعادل نش یا نش equilibrium، استراتژی غالب یا dominant strategy، یا best possible outcome یا بهترین نتیجه ممکن. اصلا چیز درست داریم؟ نه، این استراتژی رو داره سوال میکنه. اصلا مسئله همینه که شما تفاوت استراتژی رو با تعادل در نظر بگیرید. اون تعادل نش ترکیب دوتا تعادل هست، ترکیب دوتا استراتژی هست. در هر دو حالت، در این مثال هایی که زدیم، برای هر دو بازیکن تعادل نش وجود داره. بنابراین این در واقع اینجا استراتژی که برای هر بازیکن بالاترین منفعت رو داره تحت عنوان دامیننت استراتژی یا استراتژی غالب شناخته میشه. سوال مهمیه، برای اینکه تعاریف رو شما باید یاد بگیرید. پس پاسخ این استراتژی غالب یا دامیننت استراتژی بود. خب حالا چرا اینو اومد اینجا مطرح کرد؟ چون این دامیننت استراتژی رو همون اول که داشتیم مطالب رو شرح میدادیم، شاید 10 تا 15 تا اسلاید قبل، ما به دامیننت استراتژی اشاره کردیم، بعد گفتیم نشود. البته اینجا غلط نوشته، صحیح چرا بالا نوشتیم؟ این صحیح باید جلوی استراتژی غالب باشه. ببینید دامیننت استراتژی یا correct answer در واقع اینجاست. بله، خب دوستان عزیز دقت بفرمایید، ما پاسخ سوال بسیار خوبه جناب میرزایی عزیز رو بدیم و بریم جلو. خب شما فرض کنید که در یک کارتل هستید یا در زندان هستید. در زندان چگونه ممکنه که هیچ کدوم همکاری نکنن به نظر شما؟ یعنی پلیس میاد هر چی میگه همکاری نمیکنن، هر دوشون هم 5 سال میرن زندان، چگونه ممکنه اتفاق بیفته؟ من این خاطره خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه پاسخ بدید. خاطرم هست در مؤسسه نیاوران بودم، جناب آقای دکتر حسین صالحی فارغ التحصیل دانشگاه UCLA، از همکاران آقای انتریلیگیتور، از آقای همکاران استاد برجسته دمست، میدونید اون زمان یکی از دانشگاه خیلی برجسته اقتصاد در دنیا، مکتب اقتصاد، مکتب شیکاگو UCLA بود اصلا. دقت میفرمایید از قبل بسته باشن. آفرین آقای نجفی. حالا این خدمت رو عرض کنم، بعد جواب رو میگم خدمت. اگر مونوپولی هم بلد باشند، اگر مونوپولی بلد باشند که باید هر دو اعتراف بکنند. آفرین آقای کیخان، بسه جونشون در خطر باشه. آفرین آقای کیخان. آقای پروفسور صالحی اومد، حسین صالحی اومد این مطلب رو در کلاس مطرح کرد. من هم دانشجو بودم و جواب رو گفت که در چه حالتی اینها اعتراف نمی کنند. و من نکته ای رو گفتم که ایشون خیلی در فکر رفت.
و بعدها من شنیدم که پشت سر من گفته بود که ایشون اگر بره هاروارد قوقا میکنه، یعنی خیلی تغییر میتونه به وجود اصلا. بعد حتی به یک فرد دیگر، یکی از این اساتیدی که در امریکا بود که متاسفانه برای ما خیلی سنگ اندازی کرد، بعدا ایشون گفته بود که این دانشجوی جوان اگر که هاروارد بره برای جامعه ایرانی مایه افتخار خواهد شد. حالا اول بگیم با جواب چه بود، یعنی در پریزنرز دیلما یا در واقع الان در واقع همین پریزنرز دیلما رو بخوایم برای بونگاها مطرح کنیم، برای دوآپولی مطرح کنیم، چگونه ممکنه به تعهدات خودشون پابرجا بمانند؟ آه ماشاءالله آقای جعفری یه جایی رفته یه چیز خونده، یا ماشاءالله خیلی فکر، ماشاءالله آفرین به شما آقای جعفری. گفتن بازی تکرار بشه. آقای جعفری به یک نکته اشاره کرد که بسیار پیشرفت بزرگی بوده در علم گیم تیوری یا نظریه بازی ها، و اون این بوده که بازی که یک بار تکرار میشه با بازی که مرتب داره تکرار میشه خیلی متفاوته. آفرین آقای جعفری، این یک جوابه. اما جواب دیگر این است که مافیا تشکیل بشود. دوستان در پریزنرز دیلما نقش مافیا چیه؟ من دیگه مافیان به شما درس دادم دیگه چه کنم؟ دیگه راضی باشید دیگه. در پریزنرز دیلما نقش مافیا چی؟ الان چی کار داره میکنه اون مافیا؟ آفرین آقای جعفری، آفرین. من همین صحبت رو کردم با آقای چیز، به دکتر سالی، پروفسور سالی اون زمان. حالا کوتاه مدت و بلند مدت بذارید که من فرق کنم، فقط بازی یک باره. آها قدرت فوق قانون، باری کردم. ببینید در مافیا میاد اینجا در پریزنز دیلما میگه آقا اگه رفتین زندان یادتون باشه اعتراف کردی سر خودتون و زن و بچه‌تون رو به باد میدید، میکشیمش براتون. بعد این تهدیدی که میکنه باید معتبر باشه، یعنی یه جایی هم اجرا کرده، واقعا طرف رفته اقرار کرده، رفته اول خونه خودش آتیش زده، بعدم رفته مثلا طرف رو تو زندان کشتن. خب حالا اگر این طور باشه، وقتی یک جدولی به این صورت داریم، به نظر شما سلما چی کار میکنه؟ ببینید سلما میگه که اگر من اعتراف نکنم یا 5 سال زندان میرم یا 20 سال زندان میرم، اگر اعتراف بکنم اصلا 2 سالی وجود ندارد، اصلا 15 سالی وجود ندارد. دقت میکنید اینها هر دوش مساویه با مثلا 50 سال زندان. دقت میکنید یعنی بخواد جایگزین بکنه، میگه اون کاری که مافیا به سر من میاره مثل اینه که 50 سال منو داره زندانی میکنه. دقت میکنید من به پروفسور سالی اون زمان گفتم مافیا همین بازی رو تغییر نمیده، این بازی پابرجاست، پیامدها رو داره تغییر میده. این 2 سال مافیا داره میکنه 50 سال، این 15 سال مافیا داره میکنه 50 سال. دقت میفرمایید یعنی پیامد رو از خارج از زندان بر پلیس تأثیر میگذاره، نمیگذاره بازی پلیس جلو بره، بازی رو به هم میزنه. ببینید دوستان عزیز، اینو خاطرتون باشه، از من به در واقع برای زندگیتون نگه دارید. اصلا بسیاری از مواقع نتیجه پریزنرز دیلما، نتیجه تحلیل گیم تیوری به اینجا میرسه که باید بازی رو به هم بزنیم، نه اینکه ساختار این بازی رو به هم بزنه، پیامدهایی که این اعدادی که اینجا نوشته شده است رو به هم میزنه. دقیقا بفرمایید به زندانی میگه باشه رفتی زندان، پلیس بعد از این حرفا میزنه، ولی اون حرفا رو که پلیس زد محاسبات ما رو هم در نظر بگیر، فراموش نکن. دقیقا میفرمایید ببینید چقدر جالبه، یعنی شما میتونی اون پیامد، اون بازی که داره شکل میگیره، بیای اینجا پیامد رو قشنگ کامل تغییر بدی. حالا شما در روابط خارجی اینو بیا، من نمیخوام خیلی جلو برم، اجازه بده سکوت کنم بهتره، ولی در روابط خارجی ممکنه یک چنین چیزایی در نظر بگیری. ببینیم مثلا دو تا کشور دارن با هم به توافق میرسن،
شما میتونی بگی آقا اونجاش داره به اونجایی که مثلا تو چنین برداشتی داریم برداشته نیست، دقت میکنید این 2 سال زندانه نیست، این سود کلانی که تو از این مبادله اقتصادی ببری نیست، ممکنه خیلی به هم بریزه شرایط. بله، یعنی این بازی هایی که با هم اینا انجام میدن خیلی جالبه و البته بعضی وقتا خیلی دردناکه. بسیار خوب دوستان عزیز، هر سوالی چه در زمینه مطالبی که مطرح شد و چه بعدش در زمینه در سایر زمینه ها شما سوال دیگری هم دارید، من در خدمتتون هستم و پاسخ خواهم داد. هرفندار هرشمن در سایر مواد هر جا که مثلا آفرین آقای جعفری هرشمن در زمینه مثلا مدیریت پورتفوی هم هست، بله کاملا درست هست، یعنی هر جا بحث تمرکز هست چندین شاخص برای تمرکز هست، مثلا میگن سهم 4 شرکت برتر یا سهم 1 شرکت برتر یا سهم 10 شرکت برتر، ولی اگر خواستن تمام اطلاعات مد نظر قرار بگیره از هرفندار هرشمن استفاده میکنه. شاخص های دیگری هم هست که به جای به توان 2 ممکنه چیز دیگری را استفاده کنه، یعنی در واقع وقتی به توان 2 داری میرسونی داری یک مقدار تغییرات در اعداد به وجود میاری دیگه، این تغییرات رو میتونه به صورت دیگری انجام بدی، مثلا به توان 3 برسون. آها، گفتن که ارتباط سربازی و امنیت ملی رو چگونه چطور استدلال میکنید؟ ببینید سربازی وقتی تعداد افراد مشمول بیاد پایین و شما در واقع نیروی رسمی استخدام نکرده باشید که 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال با شما همراهی بکنه، خب میبینید که در نهایت به در واقع کسی نمیمونه، یعنی ارتش به شدت ضعیف میشه. بنابراین باید بریم به سمت ارتش حرفه‌ای که بتونه مثلا برای یک کشور 85 میلیونی بالاخره یک کشور 85 میلیونی به نظر من باید حداقل چند صد هزار تا سرباز داشته باشه، اگر نگم 1 میلیون سرباز. و این مسئله وقتی که تعداد مشغولان زیاده، خب میگه آقا سربازی اجباری باشه، ولی وقتی تعداد مشغولان کمه باید بری به سمت اینکه این سیستم رو اصلاح کنه دیگه. بله، اقتصاد کلان رو میتونید همزمان هم بردارید آقای مهدی. من اقتصاد کلان رو که قرار درس دادم پارسال درس دادم قبل از اقتصاد خورد و تا اونجایی که میدونم دوستانش مشکلی نداشتن و اتفاقا از انتخابی که ما کردیم هم راضی بودند، پس بنابراین همزمان هم میتونید اقتصاد کلان رو بردارید. خب دی اون قسمت محاسبه رو متوجه نشدم، اگه بشه کوتاه دوباره بگید کدوم قسمت؟ آه HHI رو. HHI خیلی ساده است. ببینید HHI مثلا 4 تا شرکت دارید، ببینید من الان زیر می نویسم یا اینجا می نویسم، ببینید 4 تا شرکت دارید، هر کدوم 20% 20% سهم داره، دقیق می فرمایید. پس S1 مساویه با 20%، درسته؟ سهم دوم هم مساویه، ببخشید 25%، بذاریم ساده تر باشه، یا تا 50%، بذاریم اولی 50%. S2 هم چیه؟ S2 مساویه با 50%. در HHI میگه من درصدش در نظر نمیگیرم، میگم دو تا عدد دارم، یکی 50 X1 مساوی با 50، X1 مساوی با X2 مساوی با 50. عدد 50 رو شما در نظر میگیرید، این عدد 50 رو میرید به توان 2 میرسونید، پس X به توان 2 میشه چقدر؟ میشه 50 ضرب در 50 میشه 2500. بعد این دو تا عدد 2500 رو با هم دیگه جمع میکنیم، پس HHI یا هرفندار هرشمن ایندکس هست 2500 به علاوه 2500 مساویه با 5000. پس اگر دو شرکت کاملا وزن برابری داشته باشن در بازار، رقابت تنگاتنگ داشته باشن، شاخص HHI به 5000 میرسه که بسیار شاخص بالایی هست، ولی اگر شرایط بازار رو درست فراهم کنیم همین HHI 5000 هم ممکنه به رقابت تنگاتنگ بیانجامد، دقیق بفرمایید ممکنه به توانی نینجامد. بسیار خوب دوستان، یک سوال دیگه بفرمایید و من از خدمتتون مرخص بشم. اقتصاد کلان رو توصیه میگی بعد از نه عرض کردم همزمان میتونید بردارید.
خب استاد، ارتش و سپاه که دارن، نیروهای اساس نیروهای مسلح ما بر اساس سربازی اجباریه، باید تغییر کنه. نه اینکه با اجبارش مخالف باشم که مخالف هستم. از نظر امنیت ملی بهتره که سربازی حرفه‌ای باشه نه اجباری. اصلا سیستم سربازی نباید باشه. سیستم نظامی قوی مقتدر باید باشه. دوستان عزیز سلامت باشید، خسته نباشید، تا جلسه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.